درود به میلیون ها سرباز ایرانی و به دیگر جانبازان این سرزمین که در طول قرن های دراز جان خیش را فدا کردند تا ایران را زنده نگاه دارند. هر کسی در این مملکت به یک طریقی در سرنوشت و در خوشی این مملکت شریک است. قدرت من فقط ناشی از قدرت شماست و قدرت شما قدرت یک پارچگی ملت ایران است که امروزه در دنیا مورد احترام قرار گرفته است. میدانید که تا آخرین لحظه حیات از اون چیزی که تا به حال بودم تغییر نخواهم کرد و اگر تا به حال به اینجا با حمایت شما رسیده ایم مسلماً به مرزهای تمدن بزرگ هم خواهیم رسید. در طول 2500 سال هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و جانبازان ایران زمین آبیاری شد تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند. بسیار کسان بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند. کوروش شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان. آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود. درود به روان پاک داورمرد تاریخ ایران و جهان، اعلی حضرت جاوید رضا شاه بزرگ، بنیانگذار ایران نوین و شاهنشاه آریامهر بزرگ، بنیانگذار تمدن نوین. درود به ملت بزرگ ایران و با درود خدمت جناب مهندس یواش گرامی، کارگردان عزیز و خستگی ناپذیر ما. سپاس از همه شما خانم آقایون به خاطر پیامایی که میفرستید. خیلی خیلی از همتون سپاسگزارم و اینقدر سال لطف محبت میکنید به ایران آریایی، به جناب سیاوش، جناب وطنخواه و سایر عزیزان. و من هر از چندگاهی پیامهای شما رو عرض کنم میام میگم. خیلی هم از همتون سپاسگزارم. شما دختر خانم آقا پسرا ممنون، لطف محبت میکنید. خیلی هم خوشحالم از اینکه میبینم توانستیم به هر حال اثرگذار باشیم و پیام های شما عزیزان که میاد تو کانال تلگرام و من میخونم باعث خوشحالیه. خیلی ازتون سپاسگزارم که در تمام پیاماتونم اسم جناب وطنخواه رو، اسم جناب سیاوش رو میارید و سپاس از همکاران در ایران آریایی. برای خیلی ازتون ممنونم و خیلی هم سپاسگزارم از همه شما عزیزانی که در دنیای مجازی
لطف محبت میکنید، حمایت میکنید هم دیگر رو و یکدیگر رو همچنان حمایت بکنید. قبل از شروع کار که کارمون فشرده خواهد بود، از همه شما عزیزان خواهش میکنم لطف محبت بفرمایید، خانه خودتون رو، تنها خانه باقی مونده، تنها سنگر باقی مونده، خانه مشروط خواهان راستی، نه یه مش قلابی، ایران آریایی رو همچنان روی پا نگه دارید. ما و جهان، اساسا جهان در یک شرایط بسیار خطرناکی است و صدای تیک تیک میاد، تیک تیک بمب داره میاد، خیلی اتفاقات امکان افتادنش هست. یعنی خیلی راحت به شما بگم، من فکر کنم حدود 4 سال پیش بود خدمتتون عرض کردم، البته اینجا من چندین و چند ساله دارم این موضوع رو میگم که جنگ جهانی کوچک، جنگ جهانی سوم، ولی به عنوان جنگ جهانی کوچک در راه و آغاز شده این جنگ، منتهای مراتب چون پراکنده است ما نمیبینیم. مثلا اون موقع آلمانیا حمله کردن به فرانسه و به لهستان و به شوروی و اینور اونور و مشخص بود کی به کیه. الان مثلا اوکراین با روسیه اینطوری به هم میریزه، بعد اتحاد اروپا اونور چاقو تیز میکنه، بعد چین میره پشت روسیه و میسته، و بعد یک جانوری، یک ماری به نام جمهوری اشغالگر اسلامی 44 سال منطقه رو با آتیش میکشه، به یمن میگه بمب بنداز سر عربستان، به شیعیان بحرین میگه بریزین تو خیابونا، به قطر میگه بیا با هم رفیق بشیم، یه دونه خونه بساز، پایگاه بساز برای حماس، بعد به امارات میگه بیا با هم چیز کنیم، من برنج قاچاق میفرستم اونجا، لوبیا، نخود، بعد لابلاش مواد مخدر، تو چیش بذار روهم، به عمان میگه بیا با هم بخوریم، مواد میرسونه به پاکستان، از افغانستان مواد میگیره پخش میکنه، بعد بمب میریزه سر اسرائیل، بعد حماس از دلش میاره بیرون، بعد حزب الله، بعد جهاد اسلامی، بعد شروع میکنه با سوریه ماچ بازی کردن، بعد یهو تو مصر جنبش مذهبی میاد سر کار، بعد اونو سرنگونش میکنن. یه وضعیت خیلی خطرناکی است تو دنیا که من خودم فکر میکنم با این شرایطی که داره میره، حالا من دو مفسر نیستم، ما هم تو علکی یه چیزی داریم میگیم که امیدواریم حالا درست نشه، اینطوری نشه، اما اینطور که داره شرایط جهانی داره پیش میره، امریکا به دلیل عدم کنترلش، چون دیگه کنترل نداره در جهان، به دلیل اینکه آدم درست حسابی نیست در اون طویله سفید، اون طویله است نه کاخ، کاخ که چه اصلا خونه هم نیست، اما اون طویله است اون، و چون دیگه کنترل نداره، مثلا یه یاروی رفته تو اون طویله میگه من جو میفروختم اینا، حالا شدم رئیس جمهور، مرد که را میره خودش به خودش سکندری میزنه، بعد اپله میره بالا، پله هواپیما میره بالا، انگار داره پله های نردبون مثلا بالا پشت اون میره بالا بره کفتر بازی کنه، با کله میخوره زمین، بعد مثلا به سمت راست بره، به سمت چپ میره، مرکه معلوم نیست آدم این ربات معلوم نیست چیه، دارن از الان تمرین میکنن ببینن از یه ربات میتونن رئیس جمهور بسازن، بعد یه زنگی شده معاونش، اصلا معلوم نیست دوست دختر راج کاپور بوده، معلوم نیست با راج کومار فیلم شعله رو این بازی کرده، با سردار جبار سینگ بود که بود مثلا برای اون رقصید، معلوم نیست زنگی کیه، اصلا این به همه چی میخوره الا معاونت رئیس جمهور. بعد وزیر امور خارجه امریکا به شرف هم سایه، من هنوز اسمشو نمیدونم، وزیر امور خارجه امریکا رو من هنوز اسمشو نمیدونم. تلویزیون آلمان وقتی که رئیس جمهور تو امریکا عوض میشد، در عرض یه ماه حد اکثر به شما میگم، انقدر رئیس جمهور امریکا بود، وزیر دفاع و وزیر امور خارجه و سخنگوی کاخ سفید نشون میداد، تو اسم اینا رو تا ابد یاد میگرفتی. شاید من به شما میگم آخرین باری که این اعتراض اوباشو تو این تلویزیون آلمان نشون داده مثلا یه ماه پیش بوده، هیچ خبری ازشون نیست، چون چیز دیگه سانسور میگه ما از این چی نشون بدیم، همش یا داره تگری میزنه یا داره وسط راه داره میره جیش میکنه، بعد اصلا وزیر امور خارجه پرت و پلا میگه، اون زنه که اصلا معلوم نیست از کجا اومده، سخنگوشون اصلا چرت و پرت میگه، سگ میزنه گربه میرقصه، به هر حال به دلیل نبودن یک سیاست صحیح و مستحکم، چون حالا کار نداریم اینا پلیس دنیا دیگه، حالا ما بعدمون بیاد خوشمون بیاد ناراحت بشیم قش بکنیم ضعف بکنیم، اینا جریان اینه. و مثل شما فرض بفهمید رئیس پلیس تهران خودش دوز باشه، نه در زمان جمهوری اشکالی اسلام، اینا که همشون دوزن در زمان علازه درز میکنن، فرض بفهمید رئیس پلیس تهران مثل دوز باشه، خب دیگه شما کلانتریا چه طبقه میتونی داشته باشی؟ میدونید چه حالتی میگم؟ بالاخره رئیس پلیس یه شهر خودش باید از نظر مالی، از نظر اخلاقی، همه چی باید اوکی باشه دیگه، که حرفشو بخونن.
وزیر دستاش، یا مثلا فرض کن رئیس کلانتری خوش دوست باشه، باج بخوره، چه بدونم پول از اینو بگیره، به پاسوبونا مثلا بگه که ول کنید، نه نمیخواد برید بیرون، میشم تو همین کلانتری با هم مثلا دبلنا بازی کنیم. خب از اون محل معلوم چی میشه دیگه، رئیس کلانتری اینطوری به محل میشه دوست بازا. اینم پلیس دنیاست دیگه آمریکا. وقتی هم پلیس دنیا اینطوری خودش یلاقوا و یخلوی و تو مملکت خودش ملت براش دیگه تره خورد نمیکنن، همه امریکایی‌ها دارن بعدی میرا بهش میگن که ما عجب غلطی کردیم این بی پدر و مادر رو انتخاب کردیم. خب دیگه شما روسیه چه توقعی دارید، چین چه توقعی دارید؟ خب طبیعیه تا اینا براشون تره، برای اینا تره خورد نمیکنن دیگه. بنابراین وضعیت دنیا خیلی به هم ریخته، خیلی به هم ریخته، و من تصور میکنم یه جنگ داخلی در امریکا امکانش هست، حالا نه که بهشان خدا نکنه، ولی امکان یه جنگ داخلی هست. من دیگه فکر نمی‌کنم اینا بازی باشه، بازی سیاسی و پشت پرده و توطئه و توهم و نه، این مشخصه که جمهوری خواهان و دموکرات‌ها یک سفارایی رو با اون روبروی هم کردن، این داره اونو لو میده، الان فعلا در حد لو دادنن. این میگه نگاه کن این رفته اینجا پولشویی کرده، ای به ایران پول داده، ای با حماس رفیقه، ای به اسرائیل میگه تو حمله زمینی نکن، بعد اونا میان از اینا بعد میگن. یه بزن بزنی اون تو هست، یه پاکسازی باید اون تو بشه که اگر همچین اتفاقی خدایی نکرده بیفته، آتش شک و تردیدی نکن، شک نکنی آتشش میگیره به اروپا، آتش این نبر که یه شوک اقتصادی به اروپا میده، و شوک اقتصادی اروپا هم که دیگه منتظر چوشه دیگه. اینا که میگه، میگه اون موقع که بودی مرتضی، حالا که شدی چرتضی. اون موقع که اینا وضعشون خوب بود و یه دیوار آهنی بود و شوروی بود و بلوک شرق و غربی بود و همه چی ساکت بود و همه چی سر جاش بود، اینا هشتشون گرون نوشون بود، بعد روزی 15 ساعت کار میکردن. حالا حسابشو بکن یه شوک اقتصادی هم به اروپا وارد بشه، بعد با وضعیتی که الان اروپا داره و این جریان یورو و بعد اخمی که الان یونان و ایتالیا و پرتغال به این ور اروپا کرده و فقری که از رومانی گرفته و بلغار گرفته بیه برو تا بالا تا لهستان، بیچارگی، فقر، فحشا، فروش مواد مخدر، خود اتحادیه اروپا داره اعلام میکنه که از هر 100 تا جوان اروپایی نزدیک به 30 تاش دارن کراک میزنن، روی آوردن به این چیزایی که بهش میگن کریستال، همون هروئینی که تبدیلش کردن به، از پودر درش آوردن که تبدیلش کردن به قرص و کریستال و فلان اینا. خب کی داره وارد میکنه؟ جمهوری اسلامی. اینا با جمهوری اسلامی نمیتونن ولش کنن، نمیتونن ولش نکنن. اگه ولش کنن یه حکومت ملی میاد تو ایران سر کار، اگه ولش نکنن خب اونم این موقعیت رو داره استفاده میکنه، از کانال افغانستان داره استفاده میکنه، مواد مخدری که کامیون به نام نامی مولای متفقین از طریق مرز شوروی میبسه میاد بالا، اون پشتم که خرطوخره دیگه، ترکمنستان بدبخت صحرانشین بیچاره مادر مرده اشغالی آباد، از اینقدر بره بیابون داره که تو کجاش مقابل کنترل کنی. خود سپاه بازداران تروریست هم یه جاده درست کردن از طریق همین مرزهای خودمون، کامیونای 0 کیلومتر خیلی گود مورنینگ همچی مقفی داره میره که رد چه بره به سمت ازگلستان، ازبکستان چی چی اون یارو اون بالا، اونجا هم که صحرانشین اصلا معلومی کی به کیه، اونجا وارد مرز شوروی میشه و ورز قزاقستان و اونم صحرا و بیا بره تو شوروی و روسیه و بعدش هم میاد میره لهستان. خدا بده برکت، مرزا هم همه باز، همه گرسنه، تو فقط کافیه یه به یه آژان $10 بذاری جیبش. کامیون چیه؟ میگه هواپیما بیارن. چه مواد مخدر داره پخش میشه تو اروپا، از اون طرف داره سیل اسلحه میاد از طریق الجزایر و لیبی و تونس و مراکش و مصر و از طریق جبل و طارق. من دیگه خیال میکنه چقدر میتونن کنترل کنن، دیگه خسته شدن انقدر کنترل کردن. خود اروپا درگیر مسائل مهاجرین عرض کنم پناهنده است که الان دیگه آلمان برای اولین بار از کلمه دیپورت استفاده کرد، گفت تمام خارجی‌هایی که وارد شدن باید در قبلا یه سال بود شد 9 ماه، حالا دیشب تا حالا شده 6 ماه بعد زبان یاد بگیرین، هر کاری هم بهتون دادن باید بکنین. یعنی مثلا بعد 6 ماه یه آیم تیبل یورد یه ایش میش تیش پیش پیش میشی که یاد گرفتی، یارو ازت پرسید اسم تو چه بود، گفتی مثلا عبدالرحمن و بس بوده، از کجا آمد شما؟ از سوریه. خیلی بس، اینجا این جارو رو بعد زیر زمینم جارو کن، روزی 800 اینجا جارو کن، روزی 1 یورو بهت میدیم. به هر حال وضعیت بسیار بسیار خر تو خر و شیر تو شیر نیست، خیلی شیر تو شیر، خر تو خر، تا از این حرف هاست که بنده دارم خدمتتون عرض میکنم. تا چشمتونم کور بشه شما چشما بیام، امیدوارم که همتون سقه سر بکنید تا دندتون نر،
اون خدای بیبدل تاریخ ایران و جهان که فرمودن امنیت جهان به امنیت ایران بستگی داره، بین آموسا عکسشو انداختیم توی لموند فیگورو واشنگتن پوست، بی پدر و مادره گفتیم خب اوپک میخواد دنیا رو بچاپه، آی بگیرین، آی ببرین، آی بخورین، تا دندتون نر تا چشمتون کور. خلایق اون چه لایق، لیاقت طویله سفید، لیاقت طویله برلین، لیاقت طویله پاریس، همون که خیلی لیزه دم درش واسه میریختن، لیاقت طویله شماره ده لندن، لیاقت این طویله ها، اینا طویله است، لیاقت این طویله ها علی شیرهیه، لیاقت این طویله ها رئیس جمهور دست نشانده پاکستانه، پرویز مشرف و عرازل و اوباشی که الان تمرینن اون تو با زیر شلواری، لیاقت شما طالبانه، لیاقت شما القاعده است، لیاقت شما بن لادنه، اینا لیاقت شما، لیاقت شما قذافی بود، تازه قذافی هم به سرتون زیادی بود، باز مردی که یه لباسش اوتو کرده بود، لیاقت شما این عرازل و اوباشن تا چشمتون کورشه که صدام خر کردین به ما حمله کنه، تا دندتون نر که رفتین رئیس جمهور مملکت رو آوردین گذاشتین گله دار، بله، تا دندتون نر که به این زیر شلواری پوش مردی که بی سواد نفهم قاچاق فروش بارزانی بهش میگید اقلیم کردستان، بگو اقلیم کردستان ولی فعلا اعلام خودمختاری نکن، تا دندتون نر بخورید، واقعا لیاقت شما چگوارام نبود، واقعا لیاقت شما هوشیمین هم نبود، جدا نبود، اونا خیلی آدم های با کلاسی بودن، من وقتی چگوارا رو میارم میذارم توی یه ترازو بغل سر بارزانی میبینم گله کفش چگوارا به این بارزانی میارزید، من وقتی میام هوشیمین رو میذارم روی ترازو بغل سر مثلا فرض کنید همین اردوغان والا دم یارو پیری هشیشی یار، تا دندتون نر، شما لیاقت دمیرل و ترگوت و زال و یارو کی بود اون یکی، لیاقت اونا نشون، تا چشمتون کور شما لیاقت یارو مرک اردوغان رو دارین، تا دندتون نر لیاقتتونه که با پوتین برین بشینین تیشه بدین چکش بگیرین، تا دندتون نر حقتونه. خلایق اون چرایق، دم عربستان سعودی گرم که این بیابانگردان باده نشین بی سواد نفهم که یابور زیاد سواش بشن، حالا دیگه برای شما تره که چه حقم علف هم خورده میکن جلوتون بریزن بجری، تا دندتون نر حقتونه. گذشت اون زمانی که از جهان دولتی سر خدایگان یک صاحبی داشت، نظم و انضباطی داشت، تموم شد، ممر و لولو برد، حالا اینقدر پسرشو نگرد دارین تو واشنگتن، اینقدر بهش میکروفون ندید، اینقدر همینطوری اذیتش بکنید، دفتر تحکیمی بیارین بذارین بغل دستش، حزب ایران نوین قلابی مزدور واسش درست کنی، حزب مسروقه درست کنی، اینقدر جک و جونور از این ور اونور بیارین بذارین بغل دستش، اینقدر فاصله شو با میهن پرستان دور بکنی تا به امید پنجتن و آل عبا که لعنت بر هر دوتاشان باد، تا به امید خدا یکی خر بشه دستش بزن رو اون دکمه قرمزه، که به امید پنجتن اینجوری که عباس آقای شوفر میگه مثل که چین داره این کارو میکنه، تا با دست خودتون سند تایوان رو همونطور که سند هنگ کنگ و ماکاو رو باشتین رو میز پکن، سند تایوان هم بذاری رو دستش که دیگه این نشین تو سازمان ملل بگین تایپه تایپه چین ملی، من مرد لولو برد دور جزیره رو گرفته به یه دور و دور این همچنان هپولیش بکنه که دست از دهن متوجه نشه، تو دندتون نه. سو بعد از این فرمایشات بسیار مهم بریم بپردازیم به اولین فایل که بیایم، خیلی کار داریم جناب مهندس، شماره یک خیلی قشنگه، خیلی بامعناست، نگاه بکنید ببینید وارث تاج و تخت در دورانی که 4 سالشه، بچه 4 ساله بوده، کودک پسر بچه 4 ساله بوده، با پدر وقتی از کاخ میاد بیرون، ببینید این بچه از اون بچگی چجوری تربیت شده بوده برای پادشاهی، بعد یه مش عرازل و شهرزاده آقای پهلوی دست و کلنگ تیر قیب نفس آخر زیر ماشین وبا حنا کرونا. جناب مهندس لطف کنید بریم تو شماره یک، دست شما درد نکنه.
سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. تو رو به اون خدا ملت، اصلا همتون از سلطنت بدتون بیاد، اصلا متنفر باشید از پهلوی. تیپ رو دیدی؟ شخصیت دیدی؟ قدم زدن این مرد رو دیدی؟ عینک رو که از تو جیبش برمیداره میذاره تو جیبش دیدی؟ کدام هنرپیشه دور دیده هالیوود، کدام یک از اینا که اینقدر اهم و طلب میکردن، مثلا آلن دلونشون، پول نیومنشون، کیا بوده اینا که ادعا میکردن خیلی خوشگل و خوشتیپن، مثلا دین مارتینشون، اون یارو کی بود، مارون براندو که مرشون قیافت میشه از مرگ بدن میومن، و بقیهشون کدومشون یه همچین تیپ و قیافه ای داشتن؟ ایشون که هنرپیشه نبوده، سیاست مدار بوده دیگه. اینا که این همه دو هالیوود به خودشون هم میمالیدن، راجر مور، نمیدونم یارو تونی کورتیس و چه، همونایی که خیلی ادعا میکردن هر زن هالیوودی زیر پاشون کیلو کیلو قش میکن، کدوم یکی از اونها همچین تیپی داشتن؟ تیپ لباس پوشیدنش، راه رفتنش، این استیلش لیاقت نداشتید. شاهنشاه آریامر الان باید ظهور میکرد. شاهنشاه خیلی بدجوری زود اومد، 1941-42 خیلی زود بود، ایشون باید 2025-28 این موقع باید میومد. به خدا آخه حیف این مرد نبود تو منطقه حکومت بکنه، مثلا گوربان قندلی قاسم مثلا تو عراق اوتا بکنه، حیف این مرد نبود مثلا داره حکومت میکنه یه یارو عرخور لات پی سواد پشت دل دهات اون وره کیف مال اوکراین بیاد بره بشینه تو بشه صدر یاد رئیس اتحاد شوروی، چی بود یار مرد که خروشوف. آخه حیف تیپ این مرد نبود بشینه بغل از اون یارو برژنف. ابروی برژنف رو دیده بودید؟ بیناموز با ابروش میشد دوتا گیلیم واف مردشون ابرو تو ببرن. آخه حیف این مرد نبود مثلا بغل از جیمی کارتر بشینه، یا یارو مرد که جیز کارتستان یا قبلیاش، مثلا هلموتش میده بی پدر و مادره که جوشکار بود بیاد بشینه بغل از شاهنشاه یا اون یارو ویلی بنا یا مش در به داخونه چسونه بشینه بغل از این خدا. بریم تو کارمون، حالا کارمون شروع کنیم. زو جناب مهندس شماره دو رو لطف و محبت بفرمایید تا کار رو آغاز بکنیم رسما. بچه‌ها زنگم بزنید، دستتون درد نکنه. اون کسانی که در خارج برای ما نقشه میکشند که ما در ایران میرویم و گل و بلبل میکنیم، حکومت به دست ما میفته، چنین و چنان میکنیم، من به این عیاشان، به این بیخردان پیامی دارم که شما در ایران نیایید گل و بلبل نکنید، اونجا از فلسطینی ها بد نگوید، خجالت نمی کشید، شرمنده نمی شوید که شما دم از حقوق بشر می زنید و دم از آزادی می زنید و دم از دموکراسی می زنید، اما امروز از صهیونیست ها دفاع می کنید، اونا را مظلوم می دانید، 75 سال ندیدید مظلومیت مردم فلسطین را، ندیدید مظلومیت مسلمانان را، ندیدید، هیچ وقت شما نمی توانید که در ایران بیایید و اینجا گل و بلبل بکنید. این پیام من. تکبیر با عیاشی و بی عفتی و بی حیایی نمی توانید ایران را آباد بکنید. این پیام من هست به اونا، خجالت بکشید، باید اونا باید خجالت بکشن. این پیام من هست هم به حکام مسلمان، هم به این کسانی که ادعا دارند که ما در ایران میاییم. اگر یک روز حرف را ما میگویم فوراً میگویم فلانی این طوری گفت، یک روز که از اونا انتقاد میکنیم فوراً دیگه بر ما میتازند. این انتقاد من هست، یقین بدانید که شما در اینجا نمیتوانید بیایید یا آزادی و حکومت را برای ما بیایید. تکبیر چرا؟ برای اینکه شما در مهد کودک اون ظالمین پرورش کرده اید، در اونجا رشد کرده اید، با بی‌حیایی اونا طینت شما عجین شده، هیچ وقت نمیتوانید که شما بیایید در ایران حکومت بکنید. مردم ایران مسلمان هم به شما اجازه نمیده. سپاس از شما جناب مهندس یاشی گرامی. ببخشید خانم آقایان همینان عزیز، مجبورم بعضی موقع این کثافت ها رو براتون پخش بکنم. به شرافت بشری همسایه من یه سگی داره، از این سگ کوچولو خیلی من از این سگ خوشم میاد،
نه اینکه خودم نگردارم ولی خوشم میاد. این سفیده، بعد یه زبون کوچولو قرمزم داره، نمیدونم حالا چه نژادیه، خیلی چیزه، خیلی با ادب با کلاسه. این سگه دو تا زبون بلده، هم با من فارسی حرف میزنه هم آلمانی. این مردی که نگاه کن حرف زدنشو، حیف. من واقعا فردا از این سگه عذر میخوام، میگم ببخشید عزیزم، همسایه بسیار محترم، عذر میخوام، من دیشب پشت سر شما غیبت کردم، سگی را با یه آخون هم نام کردم، سگ بیچاره را بدنام کردم. من فردا 100% قول شرف میدم برم براش، چون شنبه ها عادت داره تا من میام یه نگاه میکنم میگه پس بیسکویت من چی شد. از اینجا یه دونه چیزای هست، بیسکویت های هست بزرگه، بیسکویت مخصوص جناب آقای سگه، واسهش میگیرم و ازشم شرمنده دستشم میبوسم، میگم عذر میخوام دیشب من نام شما رو خراب کردم با این بی پدر و مادر آشغال. قیافه رو دیدی من که کثافت در به داغونه، چه آخوند سنی باشه چه آخوند شیعه باشه. بعد بعضی هم جناب احمدی ما سنی ها مثل شما شیعه ها نیستیم، ما بدجوری مترقی هستیم. آره تو بمیری مسلمان و مترقی، اروا نه نه اونی که خیال میکنی منم خودتی. اسلام مرد تو ایران، چه سنی چه شیعه چه حنفی چه شافعی چه شاف کنید، چه دوازده امامی چه شیش انگشتی چه تموم شد. باند محمد راهزن در ایران تموم شد. آدیوس چاو تموم شد. شوز اوس چوز گودبای گودبای دارلینگ بای بای. چنان جاروتون بکنیم دم مرز ببریمتون، بریزیم تو خاک انداز، بریزیمتون تو عراق، برید اونجا ممال کنی. یک سر سوزن بنزی، یه علف هرز دیگه نمیذاریم اثر و آثاری ازتون باشه، راحتتون کنم. آقا سلطنت طلبا میخوام بیان سر مسلمان ها ببرن. نه بدبختا، میخوایم برگردیم آدمتون کنیم. مگه ما مثل باند حسین و زین العابدین بیمار و شمر و یزید و معاویه هستیم که همه قمه به دست سر میبریدن؟ سر بریم آن شما هاست. ما فردوسی داشتیم، شما عمر خطاب داشتید، ما خیام داشتیم، شما خالد ابن ولد فلان داشتید بیشعور، ما بابک داشتیم، شما سعد ابن وقاص بود، رقاص بود که بود مرگ بیناموز. آره ما اندیشمندی مثل رازی داشتیم، بعد شما میگین مکتب صادق، یه امام جعفر صادق، اون سارق بود، دوز بود، چه داریم بدولا میگین. بگذاریم، هر کشوری بچه ها عباستون بدیم، هر کشوری وزارت اطلاعات و امنیت داره، یعنی یک سازمانی داره که این سازمان جاسوسی و ضد جاسوسیه، مثل CIA. در امریکا CIA وظیفش، مسئولیتش حفظ امنیت امریکا در خارج از امریکاست. FBI مسئول امنیت امریکا در داخل امریکاست. CIA تو کار FBI دخالت نمی کنه، FBI هم تو کار CIA دخالت نمی کنه. این دوتا سازمان مجزا، مثل انگلیس. ما در انگلیس یه MI6 داریم که مسئول خارج، مثل CIA. یه دونه MI5 اون مسئول داخله. این دوتا هم تو کارا هم دخالت نمیکنن. آلمان هم همینه، آلمان هم دوتا سازمان داره، یه سازمان خارج داره یه سازمان داخل، فرانسه و همه کشورها. حیوانات اسلامی، میبخشید به حیوانات توهین میکنم، امیدوارم همه حیوانات منو ببخشن. این اراذل اوباش، این لای و لجن های اجتماع که از ته غار 1400 سال پیش قوم قریش جفتک انداختن اومدن سرزمین ما رو اشغال کردن، این بیناموسا هم یه وزارت خونه دارن به نام وزارت اطلاعات و امنیت. این وزارت اطلاعات و امنیت دو بخش داره، یک بخش دیگه مثل آمریکا نیست بگم مثلا بخش CIA یا FBI، دو بخش داره، یک بخشی مسئول خارج از کشوره، یک بخشی مسئول داخل کشوره، ولی همش ادغام شده تو وزارت اطلاعات و امنیت که الان هم نشستن سیبیل به سیبیل توی خونه های تیمی، بعد دارن دق میخورن و منو میبینن. تا دندتون نر چشمتون کن، مجبورید برنامه ها رو نگاه کنید، چون هر روز میگم یه دون از این آشغالایی که فرستادن خارج از کشور لو میدم، قسم خوردم از دوشنبه، گفتم از دوشنبه میام چند رأس، هر بار بیام چند رأس از اینا رو لو میدم، همه شون خائنن ملت. من بازم تکرار میکنم، عذر میخوام، ببخشید منو، اگر خواستم اینا رو آدم کنم، آدم نمیشن، نمیشن.
اینا ذاتشون بده. کسی که صابون جمهوری اسلامی بهش خورد، کسی که بغل دست محسن رضایی عکس گرفت، کسی که رفت بغل دست این یارو کی مرد که مرد خویی با اینا عکس گرفت، کسی که رفت بغل دست یاوره همیشه معتاد، کسی که رفت، کسی که تنش خورد به تن اینا، اینا آدم نمیشن. این قانونه. ببین آقا جون، میگه دستی که کج شد کج شد، این دست دیگه راست نمیشه. کسی که به دزدی عادت کنه، کسی که به دروغ عادت کنه، دروغگو میشه. همیشه اولین بار مشکله. اولین بار میری دزدی دست پات میلرزه، دزدی رو کردی از فروشگاه اومدی بیرون، بار دوم هم یه ذره میلرزی، بار سوم تو از تخم مرغ دزدی میرسی به بانک زنی. اینه، این قانونه. کسی که لبش خورد به هروئین خیلی باید مرد باشه که اون لوله رو دیگه نگیری رون زربرخ. خیلی باید مرد باشه. حالا هر از چنگایی که میبرد اما رضا ما ترک، ایشالله که پاکیزه شده باشید ترک کنید. امیدوارم حرفای من رو تو اثر بذاره. بازم بهتون میگم آن مرد، زنا که امیدوارم نباشن، ولی گویا مثل که تعداد زنا زیاد شده، آن انسانی که بشینه چرت بزنه سرش بره لای پاش، برید خودتون رو بکشید. میدونم غیرت کشتنم ندارید، چون اون مواد غیرت اول چیزی ازت میگیره، غیرت ازت میگیره، چه تریاک چه هروئین چه هرچی، غیرت ازت میگیره، شرافت و انسانیت ازت میگیره. اگه غیرت داری یه تیغ دو سوسمار بردار رگره بزن، هم خودتو راحت کن، هم اجتماع رو وجود کثافتت پاکیزه بکن، هم خانواده رو راحت کن، چون تو به درد اجتماع نمیخوری، تو دردسه، تو انگلی تو اجتماع. اش کردید به چه صراحتی گفتم؟ حالا اینایی که من بهتون گفتم، اگه شرف دارید، اگه انسانید، همین امشب بریزید بیرون. بعد آخرش اینه که بمیری. خب امشب بمیری بهتره دیگه، فردا تو جوب بمیری، درسته؟ فرمودن بله. بریم سر کار خودمون. بنابراین هر کشوری برای خودش وزارت اطلاعات داره. تفاوت کشورهایی که حالا ما اسم نگیم به اینا کشورهای متمدن ها، نه کشورهای دموکراسی ها، کشورهایی که فعلا در ظاهر تره تمیزن. تمدن غرب، کدوم تمدن غربی پدر و مادر؟ کدوم تمدن؟ چه تمدنی؟ مینی جو پوشیدن و هلو بیبی کامان بیبی و خالکوبی و شلشل حرف زدن که این بیماری رو دادید به جهان شهر. زهر مار، مگه مرد اینطوری حرف میزنه؟ گوشواره انداختن و آمپول تو لب و تو گوش و خاک بر اون سرتون، قیافتون شده شبیه جونور. جمع جور کن خودتو، اینقدر آمپول زده به لبش، لبش شده عین لب دانل داگ، حرف نمیتونه بزنه، مرتشون اون قیافاتون رو ببرن. یا آقایی گفته بود من رفتم مسافرت اومدم، من این زن رو نمیشناسم، این زن من نیست، طلاقش کن، من باید طلاق بدی. تازه چیزم کرده بیچاره، تقاضای خسارتم کرده، گفته من عاشق این زن نشدم، من عاشق اون خانومه شدم. بعد این زنم گفته که من رفتم این کارو کردم که تو رو مثلا سورپرایز کنم، تو به گور پدر خندیدی فلون فلون شد، من در اومدم سکته کردم تو رو دیدم با اون لبا، مردشون رو قیافته ببرم. این چیه واسه خود روز کردی؟ همه همینجا دو بچه سوراخ کردی، عزیز به خدا آویزون کردی. مگه تو سقایی؟ یه سقا خونه بوده بهش تیر می‌رفتن قرف آویزون می‌کردن. برو منابراین اینا که در کشورهای آمریکا و فلان اینا آقا جون، چون به هر حال یه پایگاه مردمی دارن دیگه. شیکم آلمانیا فعلا سیر سوسیسشو می‌خوره، سیب زمینشو می‌خوره، کارشو داره، زنشو داره، بچه‌شو داره، حقوقشو داره، فعلا آرومه. اوکی، وزارت چیز امنیت آلمان هم خب نمیاد اینا رو شکنجه بکنه، سیخداغ بهشون فرو بکنه، تلفنشون رو شلوط بکنه، حالا میکنه ولی مثلا مثل رسمی نمیکنه، شلاقشون بزنه، کاری به کارشون نداره. میگه شما مثل کرم تو خودتون بلولید، با هم هر قدرتی میکنید بکنید، کارتون به سیاست نباشه. اگه وارد سیاست میخوایم بشین، درست باید وارد سیاست بشین. فرقه کثافت اسلامی به دلیل عدم پایگاه مردمی در درون کشور، که میدونه این ایران مثل آتش فشان قلقل 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 داری میجوشه، هر لحظه این میتره، که شکی نکنی. یا امکان داره من دوشنبه بیام اینجا بگم گرفتن، آه گلید ملت، آه بارک، یا هفته دیگه این موقع من بیام اینجا بشکن بزنم بگم تموم شد جمهوری اسلامی میرم. به همین سادگی که بهتون میگم، درون جامعه افتضاحه. نه امنیت، نه خورد و خوراک، نه پول، نه شغل، نه شرف، نه آبرو، هیچی سر جاش نیست.
هر کی داره برای خود یکی مغازه وا کرده، یه دوتا شاگردم گذاشته به میگه با موتور برو پیک، تو برو پیتزا بده، تو برو مواد بخش کن، خودش اونجا طلا میفروشه، خیار میفروشه، گوجه میفروشه، لاستیک ماشین میفروشه، قالپاق میفروشه، بعد یه توت خوش میفروشه. معلوم نیست چیه کار است، مثلا این مغازه چیه؟ خوشبار فروشیه، مثلا لبو فروشیه، طلا فروشیه. هر کی داره یه جوری یه پولی چنگ میزنه تو جامعه، یه مش پول کثیف عکس اون کثافت دروشه میبره خونه. فرقه تبهکاران میدونه که این جامعه در حال انفجاره، پس باید خورد و خوراک برای جامعه درست کرد. بخش داخلی وزارت اطلاعات چیکار میکنه؟ برای جامعه خورد و خوراک درست میکنه. چی درست میکنه؟ معمای شاه، قهوه تلخ، مهران مدیری، دیگه براتون بگم ایاروب چیه میاد فوتبال براتون تفسیر میکنه، عادل فردوسی پور، مسابقات آبکی فوتبال، آی پرسپولیس رو عود کردن، آی استقلال اینجوری شد، آی نمیدونم اون اونجوری شد، این همش حاشیه سازی. یعنی شما از صبح که بلند میشی در هر کدوم از این ورق پاره ها رو، حالا ورزشی، اقتصادی، سیاسی، هر چی باز میکنی میبینی همش تو بحران مملکت. خیلی ساده بگم، علی پروین اومد بره، یه نفر بهش گفت علی دنبه، نمیدونم اون اومد از اونجا رد شد، بعد یواشکی رده پول از اون خورده، بعد ابهت رو و شرافت رو و اخلاق از جامعه گرفتم. مثلا دیگه کسی اونجا پیشکسوت نیست، هیچ کس احترام کسی رو نمیذاره. کاری کردن که بزرگای مملکت همه عقب نشینی کردن، فردین خانه نشین شد، ناصر ملبوطی خانه نشین شد، ناصر خان حجازی دیگه گفت عطایش بلاغاش بخشیدم رفت بنگلادش، گفت با گورو پدرتون دیگه. حسن آقا روشن گوشه‌گیر شده، اون یکی گوشه‌گیر شده، فلان هنرپیشه گوشه‌گیر شده، فلان خواننده‌های قدیم گوشه‌گیر شدن. چرا؟ چون خجالت می‌کشن بیان تو خیابون، مثلا یه بچه 14 ساله بسیجی بیا جلوش بگه کجا داری میری؟ چرا اینجا میری؟ خب زشته براش. هر کسی نمیتونه بشه سعید راد که ناموس نداشتاشم بفروشه، هر کسی نمیشه فرامرز غریبیان توده بی ناموس، ناموس نداشتاشو بذاره در طبقه خلاص بده به چیز، اخلاص بده به آخوند. خب هر کسی نمیتونه بشه مسعود کیمیایی که ناموس نداشتاشو بفروشه. خب یکی هم هست مثلا آقای یک سالا، خودشو میکشه کنار. و به این ترتیب یک جامعه بلمشویی درست کردن، یعنی که شما ایرانی ها از صبح که خواب بلند میشید نمیدونید خروسی، مرغی، چه کار حسنی توی مملکت. الان برم بیرون به جرم لباس بگیرنم، به جرم روسری بگیرن، به یه جرمی من دلش بخواد میگیره. اصلا جرم تعریف نداره تو جمهوری کثافت اسلامی. ما رو به هر دلیلی دلشون بخواد مثلا یه قیافت نگاه میکنه میگه مثلا تو چرا دماغت کجه، اصلا چیزی هم نمیگه، با چک و لگه میزه تو ماشین ملتم وایسادن. خب ملت به چی بگه؟ یارو مسلح وایساده، من مثلا برم آقا چرا میبری؟ میگه چرا میبری؟ اینم ببری. ننت میبره، باباتو میبره، مردات از زیر خاک میکشه میبره. چون میدونن جامعه هر لحظه این تعادل به هم بخوره، ملت بر حاکمیت پیروز بشه، حالا هی من بیام اینجا بشینم بگم بچه ها نزنید، نکشید، این خود منم میزنن میکشن، یه خفه ببین فلون فلون شده، نشسته تا حال من نزنید نکه، حالا رگ دموکراسی واسه ما گل کرده. اینا میدونن که اگر ملت دستشون به دست اینا برسه که میرسه، چاقو رو میکنه تو ماتتش، این گوسفند دیدی از وسط شقه میکنه، قشنگ از ماتت دیگه اینا رو شقه میکنن. تعارف هم نداریم، صحبت یه سال و دو سال و یه دونه انار دو دونه انار نیست، صحبت 44 سال زجره، 44 سال شکنجه، 44 سال بکش بکش. کدوم آدمیه که یه جو عقل تو سرش باشه بگه ملت با مسالمت آمیز با حاکمیت کنار میاد؟ امیدوارم که کنار بیاد، امیدوارم اون صحنه‌ای که من تو سرم میاد هیچ وقت نبینم. جوی خون چیه؟ رودخونه چیه؟ اقیانوس خون در ایران را میفته، چون بد بلای سرمون آوردن. ما صحبت 300 400 هزار تا آخونده، حالا تو بیا بگو بابا از این آخوندام که دولتی نبودن، سرت بشکنه به قول پدر خدا بیامرز ما، گفت بابا جون سرت بشکنه، جرئت نکنی باند سفید دور سرت ببندی بری تو خیابون، بعد بشین تو خونه زردی که خوب شد بری، باند سفید ببندی بری تو خیابون تیکه وارد میکنه. خب اینو فرقه تبهکار میدونه، بنابراین باید به ملت خوراک بده. مهران مدیری، عادل فردوسی پور، تاج زاده، ببخشید اسامیشون رو دارم درست حسابی میگم، مثلا اسمش گهزاده است، بعد خشت زدی، تبر زدی، یارو بدبخت بیچاره مادر مرده، این نفهم
نرگس توپل، نسرین سیتوده، ننش، باباش، دیگه برات بگم برادران لاریجانی یهودی هستن، معلوم هستن نیستن، اصلا بهایی هستن معلوم نیست، محمود مشن خودش یهودی حنفی شاف میکنه معلوم نیست چه خبره. اینا را بازی گذاشتن. فاحشه رفسنجانی اونور میگه این کمپوزیسیون حسن خمینی، کمپوزیسیون چه خبره تو جماران، مشتبه بمیری ننه علی شیره‌ای رو نبینی، یه خر تو چمنی را انداختن معلومی چه خبره. بعد تمام خاطراتو به هم زدن دیگه، مثلا باشگاه فوتبال آرارات، بانک ملی، پاس، خماش، شهباز، اینا نیست، مثلا یه باشگاهی بی‌هویت سایپا، توماج، نمیدونم اصلا یه چرت پرتی، هیچی سر جاش نیست، هیچی. دوستای من با دوربین به من نشون دادن خیابون پهلوی، من درختی ندیدم وسط خیابون، نرده کشیدن شده، اصلا نمیدونم کابل، بگودم تو کابلی، تو تهرانی، گفت نه بابا کابل چیش پرفلا میگی، تو تهرونی. بعد بغله تو خیابون پهلوی، تو میدون ونک، به اون زیبایی یارو میگفت لبو چو گندر، اون یکی میگفت نمیدونم شلغم. خب این تموم شد کار مملکت. یعنی آخوند میدونه یک راه ما برای حکومت بیشتر نداریم، سرکوب سرکوب سرکوب، مجده مجده بشارت، سرکوب کنید تا میتونید، هیچ کار دیگه نمیتونیم. کجاشو جمع کنیم؟ این ملت آب آشامیدنی میخواد، برق میخواد، اینترنت میخواد، تلفن میخواد، بیمارستان میخواد، دکتر و دوا میخواد، آموزش و پرورش میخواد، امنیت میخواد، جاده میخواد، قطار میخواد، همه چی میخواد، هیچی نداریم. ما اینا چجوری بهش بدیم؟ پولم که قلمبه قلمبه مال نفت میاد تو جیبمون، نفتم که گور باباش الان 40 دلار ما میدیم 3 سنت، اصلا این دستیا میدیم، پولم گذاشتیم اینو بدیم به حماس، اینو بدیم به جهاد اسلامی، اینو بدیم به حزب الله، اینو بدیم به این، تو پاکستان برن بمب گذاری کنن، تو اسرائیل برن بمب بذارن، به هم بریزید جهان رو. اوکی، این فعلا داخلی. حالا تا بیایم بریم تو خارجی، جناب مهندس بریم تو شماره 3، دست درد نکنه. اینجا یه تابلو دارید میبینید که نوشته منطقه نظامی، ورود افراد متفرقه ممنوع. پایین ترم یه تابلو کوچکتری هست که نوشته خطر انفجار مین. شاید اولین برداشتی که شما میکنید اینه که ما الان تو مناطق عملیات جنوبی، ولی واقعیتش اینه که اینجا یکی از خوش آب و هواترین نقاط اطراف تهرانه. ما الان تو منطقه لواسونیم و سد لطیان پایین این دره هست. ولی خب کارکرد این تابلوها چه اینجا؟ خیلی جالبه و خیلی مایه تأسفه که بگم این مسیر میخوره به یکی از محبوبترین کاخهای شاه و الان دست دولته و دولت اینجا استفاده میکنه و جای تأسف داره که اسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اسم مناطق جنگی داره استفاده میشه تا حریمی ساخته بشه تا ما مردم نتونیم نزدیک بشیم به محل تفریح این آقایون. سپاس از شما جناب مهندسی آوش گرامی. دیدید خانم آقایون، من که نساختم، این طویله ایست به نام طویله اسلامی، دور از حضور ملت بزرگ ایران، سر طویله دارش هم علی شیره‌ای مفعوله. دیدید این تازه یه قطره تو اقیانوسی که کشف شده، روی کوه دماوند چه کار کردن، اصفهان رو چه محله هایی براش درست کردن، شیراز محله هایی شده. رفیقای خود من برای من با این فیلتر شکن میگین چی میگین با واتساپ، یه گاهی لطف میکنن زنگ میزنن اینا، مخصوصا جمعه ها که یکم مثلا چیز به اصطلاح خلوت و فلان اینا، یه محله هایی میبرم که ما اونجا با هم چیز داشتیم، خاطره داشتیم، نشون میدن. اصلا من نمیشناسم دیگه، این اون تهران نیست. بعد بچه ها برای من میگن آقا تو یه کوچه، نه خیابونا، این خیابونی که مثلا بغلش کوچه های فرعی هست، تو یه کوچه مثلا فرض کن، به من میگم مثلا فرض کن رضا 10 تا خونه است،
از این 10 تا خونه توی یه خونش بساط تریاکشیه، توی یه خونش بساط ماچبازیه، توی یه خونش اصلا فقط مال پسر بچه است، توی یه خونش مال دختر بچه است، توی یه خونش رمال جنگیره. اون دو سه تا خونم که سالم مونده فعلا سالم مونده، معلوم نیست فردا پس، یعنی کاری کردن که اون دو سه تا خونم که سالم مونده اونم بفروشن، هی مثلا بخوام برم بالاتر، بعد یارو نمیتونه دیگه بره بالاتر، چون خونه رو الان بفروشی دیگه نمیتونی بری یه محل بالاتر، بعد یه طبقه بری پایینتر. برای همین جامعه متوسط داره میره به سمت جنوب شهر، جنوب شهری شده زاغه نشین، بعد یه مش نوکیسه، یه مش انگل زاده، نگید آقازاده، اینا انگل زادن، انگل زاده ها که این فضای آلوده رو تو شهر به وجود آوردن، اینا همش کار وزارت اطلاعات ها، خونه حالا الان توضیح میده، این فضا رو توی شهر به وجود آوردن، خودشون چیکار میکنن؟ خونه ها رو اینا که میان خونه ها رو، مثلا من خونه رو میفروشم، اینم دیگه توی محل نمیتونم زندگی کنم، برای پولا اون نمیرسه، برم یه خیابون بالاتر، بعد برم دو تا خیابون پایینتر، خونه منو میخرن، میکوبن، یا 200 طبقه ازش در میارن، 100 طبقه، 50 تا، هر چی بتونم 10 طبقه، بعد دیگه تو تهران نمیتونی نفس بکشی. یعنی آنچه که بلا ممکن بود بر سر ما بیارن آورد، یعنی تهران رو باید کن با یکون خراب بکنی، بگی اینجا تموم، اصلا ما همچین شهری نداریم، هر کی وسیله براش درست کنی از تهران بره بیرون، اطراف تهران یه جایی برای ملت درست کنی برای زندگی کنی، آقا ما پایتخت رو باید بسازیم، نمیشه اونجا زندگی کرد، پر از میکروب و کثافت و موش و اصلا خیلی وضع خرابه. این فعلا پایتخت و ملغرای اسلام. ببین دیگه تبریز و رضایه و اردبیل و رشت و اصفهان و شیراز و مشهد، ببین اونجا دیگه چه خبره، دم بده جانم. زو وزارت اطلاعات یه خانه هایی دارن که به اینا میگن اتاقهای فکر. در اتاق فکری که من و شما نمیشناسیمش، نمیدونیم کیا اون تو هم، ما فقط میدونیم مثلا وزیر اطلاعات مثلا فلاحیانه، مثلا فلان آخونده، چه بدونم یکی کی بود، اژه‌ای محسنی اژه‌ای بود، نمیدونم کی بودن، به هر حال اینا یه خون اتاقایی دارن به نام اتاق فکر. این اتاق فکرها کیان؟ بچه های آخونده رو فرستادن به دانشگاه های خارج، بهترین دانشگاه ها، دانشگاه های امریکا، فرانسه، انگلیس، آلمان، هلند، بلژیک، سوئیس، این ور اون ور، بعد ولی بچه هایی که اینا مال آخونده هایی که حکومتی هست 100%، نه هر حکومتی، مثلا مثل نواهای خلخالی که تو آلمان هست، خب مثل بچه های مثلا فرض بفرمایید خود مثلا اکبر دزده مثلا، یا نواهاشون به این شکل، اینا اومدن هر کدومشون توی یه بخشی درس خوندن، یه عدهشون تو بخش فیزیک، یه عده تو بخش مثلا اتم، یه عده تو هر بخش های مختلف، یه عدهشون اومدن تو بخش های اطلاعاتی درس خوندن در یک سطحی، اومدن ایران عضو وزارت اطلاعات و امنیت شدن، بعد دوره های مخصوص در کوبا، ونزوئلا، لیبی سابق، سوریه سابق، برخی مناطق لبنان، کره شمالی، روسیه، چین، آلمان شرقی سابق، لهستان، اون بلوک شرق، هر جایی که بوی کمونیست و بوی ضد امپریالیستی و اینا، که اینا دوره های شنود، شکنجه، تخلیه اطلاعاتی، اعدام، تیر خلاص، ترورهای خارج از کشوری، ترورهای داخلی، ترور شخصیت و و و و انواع و اقسام دوره های رو پرفکت دیدن. که این اتفاقات افتاده؟ آها، حالا برمیگردیم عقب. این اتفاقات زمانی افتاده که اون بیناموس بی پدر و مادر مملکت اشغال کرد، در عرض 2 سال فقط به 2 نفر اعتماد کرد، اکبر دزده و علی شیره ای، پسر بیناموس خنگ خودش هم تریاکیه رو، احمد گریان رو گذاشت بالا سر این دوتا، به اونا فهمون که شما میرید یه پاکسازی میکنی، بهشتی رو بکشید، شریعت مداری رو از بین ببرید، اون گربه نره رو از بین ببرید، موسوی رو از بین ببرید، همه اینا رو از بین ببرید، بعد از من مملکت مال شماست. چون میدونست این دوتا بسیار عشق حکومتن، بسیار بیرحمن، بسیار دزدن، جفتشون ضد ایران و ایرانیان، جفتشون دشمن قسم خورده مشروطیت، پهلوی، ملت، کشور، آیین، کردار، پندار، جفتشون دشمن قسم خورده ایران و ایرانیان. یعنی به عبارتی خمینی نقش عمر رو بازی کرد، دوتا معاونم گذاشت بغل دستش، گفت عثمان و ابوبکر. اینجوری بهتون بگم، حالا سونیا میگه آقا چرا اما مثال میزنی، خیلی خب منو شما ندنی، خمینی رو فرض کنی محمد رازند، وردست شد علی و حسین،
فرق نمیکنه سگ زرد برادر شغاله، حال میبخشید به سگ شغاله بیچاره توهین کردن. بنابراین وقتی که پاکسازی ها شد، سازمان تروریستی مجاهدین رو از بین بردن، اون یارو مصدقی های ایران برباد رو از بین بردن، چون تنه لشا خیال میکردن که الان این یارو آخونده، این فقط عقده با شاه داره، اینو جاروش میکنن میره میشینه قم، یه مش مزخرفات هم میگه و میشینه اونجا روزه میخونه و که هر از چنگا یه قوری سر حکومت میزنه. آقا در تهران حواستان باشد، روحانیت حواسش هست، هنوز اونجا زنها لخت و پتی هستن و پتی بودن و پتی میشن. این ما یه عذرخواهی میکنین حضرت امام، میبخشید فلان دولت دستور داده، نمیشه یهو به زور دامن از اینا گرفت، یواش یواش داریم شلوار پاشو میکنیم، ولی ما این مرکز خرش میکنیم بره به تمرک اونجا. اروای ننتون، اون خودش قاب قمارخونه بود، اروای ننتون مصدقیا خوشمزه بود، اینجوری زد خوار مادرتون آقا جلو چشتون. مران به این ترتیب این دو نفر همه رو که پاکسازی کردن زد و افتادن به جون این مرتکب، و انگلیس و اکبر دوزو گفت این دیگه کارش تمام، و یه چتور جام زرم دادن بهش خورد و گفت به خاطر مصلحت نظام لکن ما آتش پس را قبول میکنیم، خود ما آبروی خودمان را با آقا امام زمان معامله میکنیم. حالا امام زمان بیناموس خودش چه آبرویی داشته که این بیناموس داشته آبرویی نداشته، خوش با اون بی پدر و مادری که از معلوم نیکی هست رفته تو کدوم سراغ مسترقایم شده، این داره آبرو خوش با اون تاق میزنه. به این ترتیب وقتی سر اونم سربنیز کردن، چون اون مردنی نبود، اون بمیر نبود، اونو کشتنش، خمینی رو به درک واصل کردن. احمد گریان گفت خب بابا که رفت منم با شما، گفتن اروای ننت دونم سربنیز میکنیم، یه قهوه قجر با نیمکی رو دریا کم دادن به یارو تو خم، اونم سربنیزش کردن. حالا این دوتا موندن. طبق قانون سیاست و قانون بشریت فقط یک نفر حکومت میکنه، ما یک دونه پرزیدنت داریم، ما یه شاه داریم، ما یه ملکه داریم، ما یه نخست وزیر داریم. توی مملکت ما دوتا نخست وزیر نداریم، دوتا رئیس جمهور نداریم، دوتا شاه نداریم، دوتا ملکه نداریم، دوتا فرمانروا نداریم. ما توی یه تیم یه کاپیتان داریم، ما رو نیمکت یه مربی داریم، ما توی یه کارخونه یه مدیر داریم، ما توی یه بانک یه رئیس داریم، هم یکی باید باشه، دوتا بشه نمیشه. پس باید یا اکبر دوزه میشد یا علی شیری. اکبر دوزه علی شیری رو کرد رهبر، گفت این عشق این زر، این میخواد ادای خمینی در بیرون انگشتره رو بکنه، انگشتش شد من روحانی ام و فلان، اینو خودم زیرابتو میزنم. اروای ننش نمیدونست که این خودش دوره دیده است، این رو دست تو بلند میشه. اینا رو فقط گفتم که شما نوجوانان و جوانان مزنه بازار دستتون باشه برای بعدها، یعنی برای هفته آینده. ما خیلی بانکار داریم فعلا، تا من دوزاری شما رو بندازم خودم قولکم سوراخ میشه. به این ترتیب اون دوتا افتادن به جون هم. حالا نقش وزارت اطلاعات اینجا چیه؟ وزارت اطلاعات تا موقعی که خمینی زنده بود، اون بیمار روانی لبادکا پشت اون بود و به فرمان اون بود، نامه میداد تیمسا اوبسی رو بکشید، شهریار شفیق رو بکشید، اونو بکشید، سر اینو ببرید، اینو درازکشش کنید، اونجا حمله بکنید، اون از اون دستور میگرفتن. وقتی اون رفت وزارت اطلاعات به دو بخش تقسیم شد، طرفداران اکبر دزده، طرفداران علی شیره‌ای، کاملا مشخص شد. باند باند سعید حجاریان، خاتمی، همین حسن هفخط که به خوش میگه روحانی، این باند خودشی کشید به سمت که اکبر دزده. یه باند دیگه، باند محمود مشنگ و برادران لاریجانی و محسن رضایی و این اراذل اوباش، اونا خودشونی کشتن طرف علی شیره‌ای، موسوی خوئینی ها و فلان. اینا به دو بخش تقسیم شدن. اما سیاست کلی یه چیزی بود، حفظ و نگهداری جمهوری کثافت اسلامی در درون و برون. در درون که تکلیف مشخص بود، هر دو دستور داده بودن، یعنی هم باند رفسنجانی هم باند خامنه ای دستور داده بودن به وزارت اطلاعات فعلا در داخل ملت رو سر کار بذاری. مهناز افشار رو آوردن به ایرج قادری، گفتن تو هم میتونی بیای فیلم درست بکنی، بعد تخریبش کردن، روانش را بیچاره خرابش کردن. بعد یه موقع بودن آقا آهنگ سلطان قلوار تو ایران بجوری وزارت ارشاد اجازه داده، بجوری اونجا با ویالون بزنن، ولی روزه‌ای میزنن، مثلا نمیگن سلطان قلبم، اینجوری نمیزنن که آهنگین باشه، لای لای لا لا لای لا لا لا، روزه باشه. یارو محمد شمدوز اومد، اونم اومد گفت در همه دیر مغانی، اینجوری
تا رو دادن دست مشکاتیان محمد رضا لطفی، گفتن این ملت اینجوری بخوابونیم. ملتم 10 سال بود چیزی نشنده بود، گفتن استاد شجری اون ببین چی میخونه، ربنا میخونه، بچوری میخونه، ربنا ارواح ننش. حالا خارج از کشور چه خاکی به سر اون بریزیم؟ یه عده رفتن خارج از کشور، اینا هم خوراک میخوان. اگر اینا رو ول کنیم همه با هم متحد میشن، همه شاکی، هر کی یه ساک برداشته در رفته رفته خارج از کشور، 8 سال 9 سال 10 سال مونده کف کردن، خب اینا میریزن جلوی سفارتخونه ها، مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر خامنه ای، جنگ هم تموم شده و خمینی هم مرده و دیگه اینا هم ترسشون ریخته و ما اعدام ها رو کردیم و دیگه چقدر بریم خارج از کشور ترور کنیم، قبض روح کنیم؟ باید یه فکری به حال اینا بکنیم که خارج از کشورن. داخل رو فهمیدید؟ اکبر دوزار متوجه شدین؟ تمام اینا متوجه شدین؟ فرمودن بله. از بازارچی آگهی ها رد بشین، منم برم پیش بهرام شطور یه دود بگیرم بیام تا بقیه داستان رو ادامه بدیم. ای دل اگر عاشقی در پی منقل باشم میانانم. بریم از بازارچی آگهی رد، خاک بر اون سرت میکنم. جناب مهندس بریم تو شماره چهار رو. بله شماره چهار رو. دستتون درد نکنه. بله یا ابو جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله فقدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. دید خانم آقایون اینجا ظفر نبود، زعفرانیه و شمرون نبود، اینجا خونه انگلزاده نبود، اینجا شهر زیبا و باستانی لجنجلس بود. خانم ها رو دیدی؟ روزخونی رو دیدی؟ تمام اینا شب، این برنامه که الان تمام میشه، شب همشون میرفتن کجا؟ خوراک میخواد دیگه خارج از کشور. شب میرفتن کجا؟ یکی از روزخانهایی که از اطراف اصفهان فرستاده بودن اومده بود اینجا، میگفت دلم میخواد برگردم برم اصفهان، بین نماز صبح و عصرم استخاره کردم، خوب اومده، انشالله مبارکه، عمر کمه، صفا کن، بی خودکی ور نرو، آره عمر کمه، صفا کن، درد و غم و رها کن، اگه نباشه دریا به فکر قطره ها کن، جمعه بیم بشینه به چرت پرت من گوش کنی. یکی دیگه میرفت بالا جفت چارگوش میداخت، بعد دیگه کنسرت نمیدادن به ستار، چون میخواست بره بگه گل پونه، دلم از زندگی خونه، به اون یکم کنسرت نمیدادن. کاری کردن که همه تشریف ببرن دبی، اونجا جای دوست دشمن رو نشون بدن. دبی رو میدن به دست کی؟ حمید پوانداز. حمید پوانداز چی کار است؟ مامور اطلاعاتی جمهوری حیوانات. حالا میگه نگاه کن رو تلفن، بدجوری مردم عاشق شاه شدن، تو بمیری جون مامان جونت اینا. به هر حال جونم برات بگه خارج از کشور تقسیم بندی شد، چی کارشون باید بکنیم؟ آقا بگیم هر کی کاری ماری نکرده، خودش هر کی میدونه اینجا مجاهد نبوده، کمونیست نبوده، به پرپای ما آخوندا نپیچیده، دوزی کلان نکرده که باجشو به ما بده، اگه کردیم باجشو ما بدین، کارتو ندنیم، آدم اگه آخوند گشتین این برا نیه، خودت میدونی کاری به کارت نداریم، سرد نمیدونی پای مثل آدم برگرد بیاد ایران. آقا دسته دسته رفتن طرف سفارت ها و نوشتن که ما از پناهندگی خودمون استعفا میدیم، غلط کردیم، به گور پدرمون خندیدیم، هرچی گفتیم دروغ گفتیم و دست کلنگ خوردیم و پهن خوردیم، خواهش میکنم که ما رو مورد عفو قرار بدین. اصلا بعد چهار تا لغت هم خودشون نوشتن، امام ما رو ببخش، درود بر شهدای راه حق، درود بر شهدای انقلاب، درود بر شهدای ننت، درود بر شهدای بابات، دفترچه بسیج رو به اسم پاسپورت بهشون دادن، اینکه تا مسترا میخوای بری ویزا میخواد. جمعیت رفت، علی موند و حوزش، ما که موندیم گفتن خب اینا هم خوراک تبلیغاتی میخوان، خب امثال اینا که الان موندن به هر دلیلی، اصلا من دشمن قسم خورده جمهوری اشغالگر اسلامی، نه دوزی کردم نه مال مردم خورد، اصلا من سنم به حرفا نمیخورد. ولی گفتم بی پدر و مادرها، روزی که از ایران اومدم بیرون گفتم زمانی برمیگردم که اینجا اسمش دولت شاهنشاهی ایران باشه، من نمیرم که رژیم بره، من میرم که شاه بیاد، این خیلی تفاوت داره، من نمیرم که فلونی بیاد، من فقط شاه رو میخوام.
و هنوزم میگم و انسان شریف باید اینی که من میگم بگه. ما زمانی برمیگردیم به ایران، آن ایران، اینو گوش کنید قشنگ، آن ایران زمانی ایران است که شاه در خانه باشه. ایرانی که شاه در خانه نباشه اون ایران نیست، اون تویله است که الان دارید میبینید. دروغ نمیگم، تویله است نه مملکت. اوکی زو. بنابراین ایرانیان خارج از کشور خوراک میخوان. اگه اینایی که قروبال شدن و برگشتن ایران، بقیه که موندن، تکلیف روشنه دیگه. من الان تکلیفم تو دوسلدورف، تو اسن، تو شهرهایی که زندگی میکردم روشن بود. فهمیدم ای یارو بقاله رفت ایران اومد، ای این که تا دیروز من کیهان لندن میفوق رفت اومد، ای این که تا دیروز بغل گوش من میگفت بدبق شدیم ما که از رفی آخوند های بی ناموس بی شرفی پدر و مادر و شیطان رو درس دادن. حالا منو میبینیم که سلام و علیکم، ای بله آقا اینجوری اینجوری شو. این اصلا یکی که کسانی بود که آقا تو رو خدا بگی درود، مثل حسین کلانی که میگه تو رو خدا نگین سلام. حالا خوش با اینا صاحبی خدا که میگه نگین سلام. برحال این ترتیب خدمتون عرض کنم، برای ما باید خوراک درست میکردن. خوراک برای ما چی بود؟ سازمان های سیاسی. چرا؟ چون وقتی ما مونده بودیم شده بودیم سیاسی. من اینجا، ما اینجا تکلیفمون روشن شده بود. ما اینجا مونده بودیم حتی اگه کنسرت میرفتیم، مثلا میرفتیم کنسرت ستار، ما نمیرفتیم کنسرت اون یارو که اومده بود میگه گلی قرونت بشم من، گلی ردات بشم من، یا اون یکی که اینجوری ادای چلاغا رو در میورد اینجوری را میرفت و تو جمهوری اسلامی سرود خونده بود، یکی اومده بود بعد میگفت حاجی گلی به جمال تو فلان اینا. ما اینا کاری نداشتیم. ما میرفتیم جایی که هایده باشه، محسنی باشه، ما هنرمندای خودمون رو ساپورت میکردیم. حالا ببرم من بدبخت نرفتم، حالا ما هم میگیم ما میگیم زده تو هم بگو زده. خب بنابراین ما احتیاج، اینا هم احتیاج به خوراک تبلیغاتی دارن، چون اینا منو خطرن. هر کدوم از اینایی که دارن تو خیابونای آلمان و اروپا و امریکا و کانادا این ور قدم میزنن، هر کدوم میگه بمبن، هر کدوم میتونه 10 نفر رو مخالف بکنن. چیکار کنیم؟ براشون احزاب و سازمان های سیاسی درست کنیم، براشون رادیو تلویزیون درست کنیم. لگن فروش دوز بیاد یه روز بشه مصدقی، علی منقلی بشه شاه دوز، همه میگن ها طویله پارس بدجوری طرفدار شاهزاده داره دعوت کردن. بعد اونجا نشستن حسین مهری گور به گور شده، سعید قائم مقامی گور به گور شده، هر دو تریاکی، هر دو بیناموز. علی منقلی هنو گور به گور نشده که به انشاءالله به زودی میشه، اینم منقلی، این سه رأس آشغال نشستن پادشاه مملکت دعوت کردن. بعد میگه شاهزاده، اون حسین مهری بیناموز گور به گور شده، هر کس قبر اینو تو لجن جلس میدونه از قول من پهن بریم بزنیم رو قبر این بیناموز، عکسش هم بگیم بدیم من نشون بدم. شاهزاده اون شمال لیوان آب و شیشه آب بدیم به ما. علازاد هم شیشه آب گرفت، میتونست بده به دست این منقلیه، خودشون دولا شدن دادن از صد تا فوش خارمادر بهتر. شاهزاده خیلی سپاسگزاری من تشریف فرماییتون. همه صداهاش هست. اون یکی گور به گور شده میگفت شاهزاده به عنوان یک ناشناس به این رادیو کمک کنید، این رادیو در خدمت مردم است، ما پیروزی چون حق با ماست. لعنت به پدر و مادر دریاکیت بی‌ناموس، چقدر خوشحال شدم تو به درک واصل شدی. امیدوارم پشت سرش حسنی و فتلی و بقیه اراذل اوباش، مخصوصا 777 از دم زن و مرد. به خدا هر کدوم شما به درک واصل میشین یک میان پرست بیشتر حال میکنه، اصلا به تعداد ما اضافه میشه، جون میگیریم، مقفه میشیم، حالا میمیرید ایشالله، دور نیست آن روز. به این ترتیب در خارج از کشور اومدن اول رادیو تلویزیون ها رو درست کردن. ببخش بودم رادیو تلویزیون، بازم حواسم نبود، اول طویله ها رو راه انداختن. این طویله میشد مصدقه، اون طویله میشد سلطنت طلب، بعد پاس میدادن حالا نوبت منه، حالا چیز لوندی به چپ لوندی به راست، حالا تو بشو مصدقه من بشم سلطنت طلب. کم و کسر هم اگه داشتن لندن کمک میرسون، لندن کمک میرسون، خیلی دیگه کم میآوردن واشنگتن کمک میرسون. هر کس از ایران اومد خارج از کشور چپوندنش تو رادیو تلویزیون ها، اول بغل از اعلیحضرت یه عکس باش گرفتن، مثل امین عباس شهرماورد و مثل سایر اراذل اوباش، احمد باطله و کیوکی. پای اعلیحضرت هم باز میکردن تو بازی، ایشون تشریف میآوردن مثلا فرض کنیم به چیز به لس آنجلس، بعد تلفن میدادن به دست اعلیحضرت، دور و برش هم یه مش خائن گرفته بود. رهبر خائنان کی بود؟ داریوش ناهمایون، قدرت الله همایون و شهریار آهی، که یکیش به درک واصل شده، یکی منتظر ایشالله به درک واصل بشه. بعد تلفن میدن دست علازت، علازت هم چی بگه؟ علازت زندانیان سیاسی هم آخه میشه؟ من الان تو زندان اوین تلفن رو یک
یک، من کجا تلفن دارم تو زندان اوین؟ مگه زندان اوین نیست؟ آقا زندان اوین تلفن داره. اگه زندان اوین تلفن دستی داره که من زندانی سیاسی، من به جرم ضدیت با جمهوری اسلامی تو زندان اوینم، به من تلفن دستی هم دادم، من تلفن دستی گرفتم، دارم با کی صحبت میکنم؟ با شاه مملکت. بعد اتفاقا همین کار هنوز داره تکرار میشه. اون یارو میگه من قش کردم رو میز، بعد به منم میگن حمایت کن. جناب احمدی بجوری بکن حمایت. اکی حمایت کنم؟ کدوم زندانی؟ زندانی در کار نیست، اقدسی در کار نیست. چرا پرت پلا میگین؟ همه جونا خودشونه. ملتی که گیجه اینه. میگه خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر از کارم از گریه گذشته، به خود میخندم. دیگه نمیخوام ارز و جوش بخورم. برای چه ارز و جوش بخورم؟ ملتی که نمیخواد بفهمه. خب نمیفهمه. خب تو چرا انقدر احمقی که داری ارز و جوش میخوری؟ حالا چون ملتم میخنده، پس با ملتم دارم گفتگوی تو ماچ بگو و ماچ بگون دارم. حواستون هست دارم چی میگم؟ آره؟ نمیدونم. نمیدونم حواستون هست یا نه. چرا مهندس؟ بریم تو شماره 5 و 6 دستتون درد نکنه. بچه ها زنگم بزنید. حواستون باشه خدا بگیری. خیال پیرفلک چیه؟ در مورد 176 پرواز 752 جمعیت رو بگیر. نظر در مورد کشته شده های خیزش سراسری چیه؟ فلسطینه. میدونم. نظر در مورد کشته شده های خیزش سراسری چیه؟ سکوت میکنی؟ نظر در مورد قاسم سلیمانی چیه؟ فقط فلسطین مهمه؟ برای شما فقط فلسطین مهمه؟ حقوق بشر کیانو پیرفلک نداشت؟ الان اومده برای فلسطین. برای کیانو پیرفلک هم اعتراض کردید؟ برای کیانو پیرفلک اعتراض کردید؟ من اشکال دارید. برای کیانو پیرفلک اعتراض نکردید نه؟ اکبر جمهوری اسلامی، اکبر جمهوری اسلامی، اکبر خامنه ای، اکبر جمهوری اسلامی، اکبر جمهوری اسلامی، اکبر خامنه ای، اکبر خامنه ای، اکبر خامنه ای، اکبر خامنه ای، اکبر خامنه ای. بی شرف وطن فروش، وطن فروش بی شرف، تروریست، 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 اکبر خامنه ای، اکبر خامنه ای، اکبر خامنه ای. بیشرف، بیشرف، ماسکتو بردار، ماسکتو بردار، بیشرف، بیشرف، ماسکتو بردار، ماسکتو بردار، بیشرف، ماسکتو بردار، بیشرف، ماسکتو بردار، ماسکتو بردار، بیشرف. سپاس از شما جامعه سیاسی گرامی. اکبر دزده رو میکشن، باند چپ اکبر دزده رو سر به نیست میکنه، آی انداختن تو استخر. اینا چاخان بکنن هنو معلوم این مرکر چجوری تکلیفش رو روشن کردن. اون به درک واصل میشه. وقتی اون به درک واصل بشه، رادیو تلویزیون ها طویله ها دیگه جا افتاده بود، کاملا مشخص شده بود کی به کیه. هدف طویله ها چی بود؟ پولایی که اکبر دزده داده بود به دختر کسافتش فاحشه رفسنجانی میابور خارج از کشور، سر سگ میزدی رادیو اینترنتی درست میشد، سر سگ میزدی تلویزیون درست میشد، سر سگ میزدی اینجا یه چیزای روزنامه های اینترنتی میمد بیرون. خیلی از کسانی هم که ادعا میکردن ما سلطنت طلبیم تو لندن روزنامه میدن بیرون، اونا رو هم خریدن راحتتون کنه. و بهشون گفته بودن فوش به اسلام بدید، به علی شیرعی بدید، به خمینی، به هر چی دلتون میخواد بگید. تأمین مالی 100%. ملت این حرفایی که من بهتون میزنم، اگر یک دونش خلافش ثابت شد، شرف ندارید منو تو ایران اعدام نکنید. اعدامم باید بکنید. خائن و دروغگو رو اعدام کنید. اگر کسی از من یک مدرک، اینو داخل پرانتز می بچه این تیکر رو ضبط کنید، نگرد داری برای خود بدی، من خودم میزم تو کانال. اگر کسی از رضا احمدی یک سر سوزن
کاغذ، صدا، عکس، نوشته، تصویری، هرچی از من پیدا کردید. من سر سوزان وابستگی به جمهوری کثافت اسلامی داشتم، چه در وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج، هرچی. من سر سوزان وابستگی به اینا داشتم. شرف ندارید ندید به من پخش نکنه، منو اعدام نکنه. خودم دارم حکم اعدامم امضا میکنم. جیگر دارید به اینا که اومدن خارج از کشور بگو عین رضا احمدی به یه حرف بزن. پرانتز بسته. حالا گوش کنید. همشون خائنن. همشون. خارج از کشور گفتن هر چی دلتون میخواد بگید. هر چی از دهنتون در میاد اصلا فوش خارمادر بدید به اسلام، به خدا، به پیغمبر. که اومدن و فوش خارمادر به خدا، فوش خارمادر به خدا، پیغمبر، قرآن سوزونده. ولی یه کاری باید بکنید. اگه این کار نکنید مایه تیله ها قطعه. چه کار؟ ضدیت با شخصی به اسم رضا پهلوی وارث تاج و تخت. هر طوری میتونید زیر پوستی، زیر زمینی، بالا پشت بونید، اینوری، تو این اتاقی، تو هر طوری میتونید یه نیش به این بزنید، تو هر برنامه یه تیکه بهش بندازید. آقا ایشون مشخصا کاری نمیکنن. نه طویله بعدی ایشون فقط اعلامیه میدن، ایشون فقط بدجوری اعلامیه میدن. طویله بعدی مدت هاست از شاهزاده رضا پهلوی خبری نیست، ولی محترمانه باش حرف بزنی که نگن که مثلا نمیتونی بگی که آقای رضا پهلوی کاری دیگه میکنه. اینطور نباید بگی که با این ادبیا. شاهزاده رضا پهلوی مدت هاست تماس گرفتیم، دفتر ایشون گفتن فعلا ایشون نمیتونن گفتگو کنن، وقت ندارن فلان اینا. چی تماس گرفت؟ چی تماس گرفت؟ طرفدارای اعلیحضرت هم مثل الان که نبود ایران آریایی باشه، کلاب هاوس باشه، بالاخره بچه‌ها یه جوری میان میگن بابا من سلطنت طلبم، اینم اتاق منه، اینم خونه منه. موهام پخش بودیم، نه سازمان داشتیم نه گروه داشتیم. یه سری هم فرستادن خارج از کشور به اسم دروغین مشروطه چی، مثل کی؟ داروش ناهمایون، خر لنگا. چی گفت؟ گفت من تو زندان بودم، از زندان فردا دروغ میگه. تو زندان دژبان بود، خیابون جمشیدآبا، امیرآباد، که مثل که الان دیگه وسطش آسفالت کشیدن، در زندان رو شکستن، من از زندان فرار کردم. دروغ میگه. مرگ تو به اون پای خر لنگان زن تابلو، اصلا تو تابلو بودی. دروغ میگه. گذاشتنش تو هواپیما، آوردنش سوئیس، دستشو گذاشتن تو دست سردار سلیمانی که به خودش میگفت اردشیر زایده، اردشیر سلیمانی. برنامه ریزی ها همه پرفکت، هر دو فراماسونر، هر دو تو لوژ مخصوص، هر دو مال فراموشخانه، هر دو مال بیناموزخانه. خب اومد چیکار کرد؟ سازمان مشروطه خواهان رو زد. خب همه هم جذب می‌شدن دیگه، اما فوته اینا من جذب نشدم. چون می‌دونستم پرونده این بی‌ناموسو می‌دونستم. همه جذب شدن، وقتی جذب شدن شروع کردن سر زدن. چه جوری زدن؟ مله باید رأی داد، باید بدجوری ما باید بریم و در رأی‌گیری شرکت کنیم، ولو اینکه در کاغذ بنویسیم مثلا خاک بر سرت کنن خاتمی. خب پدر و مادر اونم همینه میخواد، اون میخواد تو یه چیزی اصلا تو برو نجاست بذار تو اون کاغذه بکن تو اون صندوقه، اینم همینه میخواد، این میخواد به دنیا اینو به ظاهر نشون بده. دلم به حال خودم خیلی سوخت. یه لحظه یادم افتاد خیلی من با اینا جنگیدم. یک بلایی به سرتون میارم تو میدون شهیاد اگه جرأت کنی. من اول با این مسروقه چیا گارد دادم، قبل از اینکه تروریستای مجاهد بیان میگم برید اون بچه اون پشت منتظرتن، من با شما مسروقه چیا، با شما که تازگی اومدی ایران نوین درست کردید، یک بلایی به سرتون بیارم که تا روزی که زنده اید گه بخورید دیگه اسم مشروطیت بیارید. بعدتون چی گفتم بهتون؟ چون بعد بلایی سر مشروطیت آوردید بی پدر و مادرها. مومن به این ترتیب وقتی که اینجا برای ما خوراک درست کردن، چه خوراکی درست کردن؟ آقا سر سگ میزدی سازمان میاد بیرون، سازمان سلطنت طلبان، سازمان پیروان آریامر، سازمان سربازان راه آریامر، سازمان اینوری، سازمان اونوری، سازمان بیاتو، سازمان برو بیرون، سازمان تو. اصلا گیج شده بودیم. تو آلمان یهو مثلا 400 تا سازمان سلطنت طلب هست ولی هیچ اتفاقی نمیفته. کاش که مثلا یه اتفاقی میافتاد. هیچ اتفاقی نمیفته. مثلا میگفتن آقای دکتر فلانی مثلا دبیر کل، مثلا رئیس این سازمانه، یا نمیدونم مثلا فرمانده این سازمانه، کی هست معلوم نی. بعد 50 تا هم عضو داره، 40 تا هم عضو داره، بعد میگم 5000 تا عضو داریم، کجا برنامه میذاشتن؟ مثلا تو فرانکفورت توی قهوه خونه، تو دوسلدورف مثلا تو یه رستوران 7 8 نفر جمع میشدن، بعد یه دونه ضبط صوت میذاشتن، ایران ای مرز برگر ای خاگر. سلام علیکم چاکر، درود بر شما، قوم شما رو همین دیگه. روزای شنبه که همه بیکارا شدن اونجا، شبا میکنن جلسه داریم خونه کی؟ خونه دکتر زفریان.
چه خبره؟ تماچ بکن مماچ بکن، تماچ بکن مماچ بکن. ما میردیم خونه اونجا دوقع خبر اینی. یادش به خیر 1346 علازه بوریازه تشریف آورده بودن علی گودرز. آقا فرشی انداختیم، آقا دوغی دادیم. خب من زننه برا و گذشت و عمر ما بدطوری رفت و رفت و رفت. بیم توی وزارت اطلاع، وزارت اطلاعات خیالش از خارج از کشور راحت شد. آقا داخل رو خوابوندم، تلویزیون‌ها رو براشون درست کردم، هم خوراک سیاسی بهشون دادم. مردم نشستن بچه‌ها مثل که خبری اینا. حق با ماست بچه‌های خیابون نظام آباد، خودتون رو برسونید به سمت شمیران، بچه‌ها منتظرن. بچه‌ها داره انقلاب میشه، بچه‌ها بریم طرف شمرون. مردم خود نجات بدن دیگه. کیه سرش تو ماتت وزارت اطلاعات؟ نه مستقیم وزارت اطلاعات که نمیاد مستقیم در خونه من دین دین احمدی این $100,000 من کارمند وزارت اطلاعاتم میخوام تو رو بخرم، اینجوری که نمیاد منو بخره، از در پشت منو میخرن. یعنی میان به من میگن که تو خیلی مثل که دوست داری صاحب رادیو تلویزیون بشی. بله ولی به ما کمک نمیکنن. کی میگه؟ کسی که تو لجنجلس تابلو به عنوان سلطنت طلب. من مثلا رادیو تشکیلات چیزی درست میکنم، بچه‌ها هستن کمک میکنن. ولی من میگم آره من تلویزیون دارم مثلا یا رادیو دارم، پولم داری میاد تو حساب. زیرش هم نشه مثلا $2,000 دکتر فلانی، $3,000 مثلا جناب سرهنگ فلانی، $4,000 جناب مثلا تیمسار فلانی، $500 آقای دکتر فلانی. من چرا میگم کیه؟ من فقط میخوام تلویزیونم بچرخه دیگه. پولم میاد و بعد گهگاهی مثلا یه نفر به من زنگ میزنه، من نمیدونم کیه، آقا زغام درود بر شما، شما خوبه؟ من دکتر فلانی هستم، مثلا دکتر این ورش پیدا. ای آقای دکتر سپاسگزارم، شما خیلی لطف موبت میکنی، خواهش میکنم. نه بابا ماشاءالله کارت خیلی قشنگه، واقعا میهن پرستی، خواهشی ازت داشتم، تمنا میکنم، خواهشم. چون دیگه نخور شدیم دیگه. چی میخوای؟ این آقای عباس میلانی رو یه گفتگوی باشون بکنید، بسیار اندیشمنده. دیدی که ما ایرانی‌ها وقتی میخوای یکی تعریف کنی چه چالمون چه جوری میشه؟ این لوله اگزوز چیز از اتوبوس و طبقه. من خواهش میکنم، خواهش میکنم. آخه من تلفن شدم. نه من بچه‌ها میدن. الو بله عباسی خونه نشستی؟ بله شما خانه نشستی؟ بله آقا ما صدای شما رو میشنویم. ماشاءالله عجب رادیوی، عجب تشکیلاتی. آقا من افتادم تو دام وزارت اطلاعات، تمام شد. لاس فارس تمام شد. امروز با این گفتگو، فردا با اون گفتگو، پس فردا اینه بیار تو تویدر، پس اون فردا با این رادیو با اون صحبت کن، چشم هم میزنم. بعد یه سال همه جوری تامین شدم، سوار الاغ بودم الان سوار بنز شدم، خونه کرایه داشتم الان یه آپارتمان خریدم تو لجنجلس مثلا $200,000، یه $150,000 تو سوئیس و اینور بر پولمون دارم، وضع مالیم خوب شده، اما تا خلخله تو لجنم. حالا دیگه کار به جای کشیده، به من میگن برو با احمد نژادم گفتگو کن. میگم نمیگه نه اونجا دیگه نمیاد دیگه، خواهش میکنم. یا نه نداشتیم. گرفتید حرفو؟ فرمودن بله. زو تیکه تیکه با هم بریم جلو. به جان تو من باید برم لاله‌زار، ایشالا براتون یه تئاتر یه تنه براتون برگزار کنم. آره خیلی بد جوری هم برگزار کنم. جناب مهندس بریم تو شماره 7 دستتون درد نکنه، بعد بلاهای سرمون آوردید بی ناموسا. برهید مرده ز بیداد زمان کز شاخ جدا بود، جز گلشن رو کرده نهان در ره گذرش باد خزان چون پیک بلا بود. ای برگ ستم دیده ی پاییزی، آخر تو ز گلشن ز چه بگریزی؟ روزی تو هم آغوش گلی بودی، دل داده با مدهوش گلی بودی. ای عاشق شیدا دل داده ی رسوا، گویمت چرا فسردم؟ در گل نصفایی باشد نبفایی، ستم به دل نبردم. سپاس از شما. به هر حال گفتیم از
بازاچی آگهی اون رد چین دیگه، بالاخره یه برنامه یه خنده هم میخواد توش دیگه، فیلم های فارسی من یادتون نیست همش که نمیشد بزن بزن باشه، یه رقص یه آوازی یکی اون بالا بره بگه که مثلا اوستا کریم نوکرتیم که ما چی بکنم اما چی بکن آره گل بری جون بله نرازم داریم دیگه، برنامه هست دیگه، سرگمیه دیگه، ملت سرگار گذاشتنه دیگه، کمپوزیسیون دیدین دیگه. برحال دونم برات بگه خارج از کشورم خوابوندن خوراک تبلیغاتی برای عده‌ای که تو ایران چشم انتظار ورود مبارک اعلیحضرت هستن به این شکل حل و فصل شد توسط قائم مقامی ها، حسین موری ها، لگن فروش ها، منقلی ها، یارو شمس الله سیمکش ها، شطور ها، بحث‌های سیاسی، اون یکی قوری‌زاده در لندن، جمشید چاره‌ای، فرهودی، سرهودی، سرغوری، بله بعد لابلاش هم گفتم بخاطر اینکه همچین فیلم هیجان انگیز بشه یهو مثلا یک دفعه یک موسی پیغمبر عجیب به اسم علی تجزیه اینجا متولد میشه، یه دفعه معصوم قمی متولد میشه، یه دفعه یارو میاد این وسط میگه فرشگر گیری دیدی فرشگر، اینا رو هم هست، فقط تویلا ها نیست، لابلاش هم یکی میاد میشه چیز میشه یارو پونس میزه سر کل مردم اکبر پونس، اون میاد بعد یهو از داخل میگن امشب گفتگو میکنیم با جناب آقای حشمت الله تبرزدی، آقای تبرزدی صدای ما رو دارید؟ اونم میگه دیده آخونده میدن سر منبر میزنن به یارو میکروفونه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم صلوات کار کنیم مردم رو چیز کنه جذب کنه به سمت خودش، من پدر سوختم این کری خدا صدا داره میاد میگه مرگه چرا اینقدر میزنی روی یعقوب میگه کر شدی بی پدر و مادر و عاقباز، خب آقای حشمت الله تبرزدی صدای ما رو داریم؟ بله 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 بجوری دارم صدای شما رو، چه خبر؟ من دیشب از زندان اومدم به خاطر اینکه ورم قلبه گرفته بودم، بعد به من گفتن شما برو خونه یه مقداری سوزن تگت بزن ورم قلبه بخوابه و بعد فردا شب قراره که با وانت بار به اتفاق آقای نوریزاد بریم به سمت اونجایی که باید بریم، فکر میکنم تو راه با اینکه گفتن به اون وانتی مسافر نزن امکان داره تایزادرم سوار کنیم، جان من تو به میری به جان ماما جون دینا سپاسگزاریم، میریم رو خط لندن. لیلا جان صدای منو میشنوی؟ بله میشنوم تو را سهراب جان یک در سخت بازی یک شامورتی بازی، ما هم نشستیم تو خونه میگیم لعنت به روحت خامنه‌ای، لعنت به روح پدر مادر، زورمون به جان زورمون به خر نمیرسه داریم قش خار مادر به حساب خر میدیم چه جایی رو نمیدیم چقدر بریم تو پلتاک داده بداد کنیم، چهار پنج تا رادیو که ما رو الکی دعوت میکردن بعضی موقع دعوت میکردن بعضی موقع دعوت نمیکردن چون میگفتن این داره میاد آبرو همه رو میبره، به ما میکروفون میدادن بعد تازه ما هم گفتن که لطفا یک مقداری یواشتر شنونده بعدی، آب و هوای حیفا خیلی باحاله، اورشلیم بعضی موقع باحاله بعضی موقع مثل فرنوش بیحاله، خب این تنها کانال ما این بود دیگه جایی نشدیم. من به خودم میزنم خیلی تردم میزنم خیلی ترگل برگلم هیچ کی وابسته نیستم، من چرا علازت نمیبینم برای یارو با یه تپ ریش اصلا بوی گرد و غبار تبیری علی شیره اینو نمیده، این چجوری میفرز میشه به علازت؟ هنوزم که هنوزه برای من این سواله، از هر کدوم از عزیزان محترم سوال کردم همه شما به من بودم بیل میرم یعنی I don't know، ما با آلمانی میگیم ایش وایس نیش به همه همه زبونه رو بلد شدم. به این ترتیب حضور شما خانم آقا نرز کنم که تیر خلاص رو زدن و یه بخش هم در داخل کشور اونا هم کف کرده بودن که با احباب چقدر بشینیم تفسیر گوش کنیم، تو رو خدا کانال عوض کن بری پیش حمید، اونم نشسته میگه اون چیزه رو وقت کن اومدن سر کوچتون نبودی یه ماچ بده کجا رفته بودی، خب مردم خوراکم میخوان دیگه با اونا، خب تو تا کی میخوای بشینی قیافه اینا رو نگاه کنی، تا کی میخوای بشینی حرفای من گوش کنی، الان حرفای من تموم میشه الان همتون هجوم میاریم به سمت اون تلویزیون اونوری، ببخشید گفتم تلویزیون تبلای اونوری، آهنگ میخواین فلان میخواین، بعد یهو یه زنه رو آورده بودن اون هم براتون میرقصید هم آواز میخون، بعد رفت دبی عاشق جوونه شد یه سن نوش بود، بعد دوباره اومد بعد دید کارش دیگه نمیگیره، بعد رفتن یکی دیگه رو آوردن گفت اجازه ها حالا از این هم صادر میشد از این ور اون ور سوزان میرفت نمیدونم سوزان میومد شبنامه میرفت روزنامه میومد
فتولا میرفت اون یکی دولا میومد. بله یکی دیگه میگه گلی جون فدات شم، گلی جون قربونت بشم. یک خر تو خری درست کرده بودن که ملت همه گیج شده بودن به خاطر همین در داخل کشورم بودن. خب آقا اینا دیگه خودشون دارن نشون میدن تو تلویزیون ها، خودشون دارن نشون میدن. خب من دیگه منتظر کی باشم؟ منی که تو داخل کشور نشستم، من بیام تو خیابون کشته بدم بچه‌مو بکشم؟ من الان تو ایران زن دارم، دو تا بچه دارم. اصلا زن ندارم، بچه ندارم، منو با پدر و مادرم با خواهرم اصلا تنهام دارم زندگی میکنم. من برم تو خیابون کشته بشم که اینا بیان به اینا حکومت به ما حکومت کنن؟ خب اینا که بهتر از زبون اینا که بهتر میفهمیم. چرا تو رژیم اینا من فهمیدم چجوری باید دزدی بکنم، چجوری باید سیغه بکنم، چجوری باید بخورم، چجوری باید راه برم. من به اینا عادت کردم. من چه بدونم این عرازه نقو باشه الان میان ایران چه بلایی میخوان سر من در بیارم؟ هنوزم که نیومدن چاقو گرفتن دارن تیز میکنن. اسلامتون از بین میبری، خارمادرتون یکی میکنی، میکشیمتون، کبابتون میکنی، اول باید اینو بکشی، من باید نخست وزیر بشم، من باید وزیر بگیرم. اینا پی کار زندگی خودشونن، نداش بی خیال کانال عوض کن بریم تو این یارو بساره باز ازش بهتره. اشارتون چیز میخوام فرش کنی، گنج قارون نمیخوام. این وزارت اطلاعاته. تا اینجا قبل تو فرمودن بله. کمپوزیسیون دیدی؟ رهی دیدن بطنه تا پنه شوشنه دیدین؟ نفر بعد نفر بفرست مونست نفر بعد. جناب مهندس شماره 8 لطف موقت بفرمایید. متعلق به سازمان های مختلف مشتقا هست. من خودم عضو سازمان پایه های دموکراسی و ایران هستم که با آقای دکتر احمدی کار میکنم. متعلق به سازمان های مختلف مشتقا هست. من خودم عضو سازمان پایه های دموکراسی و ایران هستم که با آقای دکتر احمدی کار میکنم. سپاس از شما. ملاحظه فرمودی؟ اینا رو من چیز نکردم، اینا فیک و میک و اینا نیست، اینا رو من کارگردانی نکردم. دیدید؟ نگید جاوید جا بابا، نگید جاوید جا. خدا بگم این رضا احمدی رو چی کار کنه؟ آقا مگه آثار دارین بگین جاوید جا؟ سپاس شاهزاده. بابا نگین جاوید جا، نکنید. این جاوید جا باعث سقوط جمهوری اسلامی میشه. آقا مگه آثار دارین؟ گوش نکنین رضا احمدی، این ولش کنید اینو. این مامور ها، این بدجوری ماموره، این اومده تفرقه ایجاد بکند، بدجوری بکند تفرقه ایجاد. نکنید به حرفای این گوش ندید، این همه تونو داره منحرف میکنه. این فقط اومده میگه اعلی حضرت فرمودن، اعلی حضرت تشریف فرما شدن، اعلی حضرت، اعلی حضرت شاهنشاه آیامه خدایگان. این داره شما رو یاد اون دوران میندازه. بابا اون دوران تموم شد. من لولو پر بگین سپاس شاهزاده، خسته نباشین شاهزاده. نگی سپاس اعلی حضرت ها، سپاس شاهزاده. رفته بودی مونیخ سوسیس آلمانی خوردی با آبجو، با تشریف نه رفتی بودی شاهزاده، رفته بودی لندن، اونجا تو لندن تخم مرغ خوردی با نونای سفید مخصوص لندن. پاریس نرفتی؟ کاش که ملتی چه باگت هایی داره پاریس. بعدجوری رفتی بلژیک، دیدی اون یارو دریا رو چجوری پرید تو بغله؟ اینجوری حال کنی؟ جاویچا جاویچا چیه؟ سپاس. من الان قهرمان 29 تا سازمانم. می شوخیه؟ نگاه کن همکارم هم اسمش آوردم، دکتره دندون فروشه بی سواده، چو انداخته بود میگفت من نخست وزیرم، یه درم گول زده بود. اینجوری حال کنی؟ نگاه کن چه کمپوزیشن خوبی داری. اونا دیدی اون دوتا رو؟ به رهی دیدم من بطنه تو پنه، من بطنه. این خوبه، این کمپوزیسیونه. نه اینکه بیا بگی جاوید شو زنده و جاوید با سلسله پهلوی. نکنید مردم رو تهیج نکنید، والا خدا رو خوش نمیاد. نکنید این کارا رو. این کارا رو میکنید بعد وزارت اطلاعات مثل فریدون فرخزاد سرتون رو میبره ها. بشید مثل هادی لجن بیان جوک بگین، بشید مثل پرویز صیاد بگین کوماج
ستارخانه، بشید مثل این حسنی حسنی که هنوز خیال میکنه مهندس کلنگیه، مثل اینا باشین بابا. سعی کنین حداقل یه جورایی سرتون تو یه چیز دیگه باشه دیگه. چرا همش میخواین وابسته نباشید؟ چرا همش نمیخواین پدر سوخته باشین؟ بابا چرا دارین دکونه ما رو تخته میکنین؟ با وسات جمع شده دارین میخورین دیگه. این شاهزاده ایران بیا نیست، اون سلطنت بر نمیگرده، تموم شد، مشروطه پادشاهی رفت. اگر پادشاهی بیاد پهلوی نمیاد، اینو یاد بگیرید. الان دوران بخوره بخوره بابا، بخورین یه بارم که باداده بخورین، خب بخورین دیگه، خبر مرگتون. این معناش اینه. کی پشتش خوابیده وزارت اطلاعات؟ متعمالات وزارت اطلاعات که نمیاد دین 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 بگه بیا بیا این یه میلیونو بگی بگو سپاس. اینجوری که نمیگه که. چجوری میگه؟ از در پشت به اون یارو میگه، اون به اون یکی میگه، اون به اون یکی میگه، چشم هم میزنی بینی تا خرخره رفتی تو گوه. ببخشید ها، ولی واقعیت دیگه بگم، تا خرقه رفتی دیگه تو لجن. آخه لجن الان همه آلبانی ها دارن پول میدن میرن تو اسپانیا تو لجن بخوابن، میرن تو مراکش تو لجن بخوابن، میرن ترکیه تو لجن بخوابن. پس لجن خیلی خوبه، پس اونی که من میگم درسته، درسته فرمودن. بله جناب مهندس، بریم تو شماره 9، دستتون درد نکنه. آره چرا میگین جاویچا جاویچا؟ اخه جاویچا بده، ورم قلبه میگیری اینا، تاول میزنی تاول میزنی. خب نگاه کنی، این که مورد معرف حضورتون هست، من اصلا کار ندارم، ما به این نمیدم این ماچ به کسی دیگه میده، من اصلا وارد این بازی ها نمیشه. خوب گوش کنی، شادی امین، حالا خیال نکنی پخی هستی یا زنی که دارم اینو میخونم ها. هستی حسینی پنا هشتک، به خاطر پخش خانم آقای این لغتی که زیرش قرمز کشیدم رو نگاه کنی، تراکتی. اگر این لغت صحیح بود، من دست از تمام ادعای سیاسیم ور میدارم. منظورش تراکت، خب که تراکت ها میشه جمعش، یعنی یه ه الف میاد، بخوای اون فارسیشو بنویسی ها میاد. این یه جمله فرانسوی هم هست، یه لغت فرانسویه. حالا گوش کن، پخش تراکتی با مضمون ژن ژیان نازادی، یعنی زن زندگی آزادی، مورد شکنجه و آزار ماموران اطلاعات شد و بر اثر آسیب ها 6 ماه در کما بود. این همان شعاری است که رضا پهلوی هشتک و کارمندانش، یعنی ما، سعی در حذف و تحریف آن دارند. قدرت به دست مردم هشتک، من الان پشتک زدم رفتم توی تشتک. پروای ننه برو تو سوا، برو تو کمپوزیسیون. چرا مهندس دست گل در نکنه اکثر لطف مقدم برمی بعد این کسافت با محمد گیسگیش و معصوم قومی 6 ماه ملت سرگاه بوده بودن. بعد ما به اینا میگفتیم اینا خواهن هم میریخون سر ما. ای خدا، ای خدا، برم دردامو به کی بگم؟ خواهش من بیه تو، بیه تو، هر موقع دوست شد خوردون دسته ملازم فرمودی؟ دیدی خانم آقایون؟ این یعنی وزارت اطلاعات، یعنی سرگرمی، یعنی ملت رو سر کار گذاشتن. حامد کیسه کش، معصوم قومی، کموت سازه، اون یارو واجبی فروشه چیه؟ به خود یارو چیز هیکل چختی، غیرت و بخاری، مغزی اختی تو همون لجن جلسه کانادا از گجوز ملگه لجن جلسه مزیگه. بعد هر کدومشون رو نگاه کنید، مامورن شرماور، مامور احمد باطله، مامور نادان، امید نادان، مامور همه پاسدار، همه مامور، همه مامور. خب وقتی اینا لو رفتن چیکار باید بکنن؟ حالا شبکه ای میفرسیم بیرون، فرشگر بیانی دست درده بیانی لط کنی جناب مهندس. ایران نوین بدجوری نوینش میکنیم، تو بمیری ما هم دست کلنگی. خانم آقایون سمت چپ آقا زمانی، وسط هما سرشار، اونم معصومه. ببین کیا هم دیگه رو پیدا میکنن. این آقا زمانی یک آتیشی سوزون تو این دجنجلس، رفیق جونجونیه نازیلا دزده و رضا پاانداز. خب اینقدر به میهن پرستان این بد و بیرا گفت آقا ورداشتن بردنش کجا؟ خدافسی که گفت من میرم واشنگتن. آره واشنگتن چیکاره؟ دارم میرم دوره چیز ببینم، دوره تعمیرات خبرنگاری ببینم. تو بمیری داشته باشید، اینو داشته باشید که چند سال دیگه از دلش کی بیاد بیرون. کریستیان امانپور اینطوری براتون ساختن. حالا این نقشه به اصطلاح
مرد با آقا با غینشو بازی میکنه. چرا مهندس بعدی رو تو موعد بفرمایید؟ آره بالام جان. این بهش میگن وزارت اطلاعات فرقه تبهکاران که خوراک خارج از کشور درست کنه. این کثافتی که گور به گور شد، این به شاهنشاه من میگفت تو حقوق بشر رو رعایت نمیکنی و ونگاق لجن پراکنی بی بی سی اون بالا نوشته ایرانیان مردمی نژاد پرست هستن، من شدم نژاد پرست، این بیناموسی که اونا به عنوان برده یارو رو گذاشتن روی تخت دارن میبرن، اینا دموکرات و آزادی و بریتانیای کفگیر، تو بمیری. بعد بنگاه لجن پراکنی بی بی سی میذاره آب خوش از گلو من پایین بره، برای من کمپوزیسیون درست نمیکنه، معصوم قومی درست نمیکنه، حامد کیسه کش درست نمیکنه، ایران نوین درست نمیکنه، حزب مشروطه درست نمیکنه. هر کس خیال کنه اینا خودشونن، خاک بر اون سر بی شعورش. جناب مهندس نه دیگه، همینه دیگه، همین تموم شد. آره دست درد نکنه، همین تموم شد. خب دست گلو درد نکنه. یه آقا جون اینا رو دونه به دونه، پله به پله، با تاعت شده، با فشار عصبی شده، با داد شده، با خنده شده. باید طوری من تو این دو ساعت براتون این تاعت رو برگزار بکنم که بتونم بکنم تو مختون. چرا؟ چون هی اومدن نشستن شست و رفته، صحبت میکنیم با این، صحبت میکنیم با اون، شد کلیشه‌ای. شماها کشیدین کنار، حقم دارین. من کاری میکنم نه تنها کنار نکشید، بلکه دست دست بیاین بشینین و فقط گوش کنید به درد دل من. من نه دکترم، نه مهندسم، نه مشاورم، نه من هیچی نیستم. من عین شماها الان فرض کن من نشستم تو خونتون دارم باهاتون گفتگو میکنم، فقط با این تفاوت که نمیذارم شما حرف بزنین، خودم دارم حرف میزنم. گوش کنی به حرفام. این حرفای یک کهنه سربازه، این حرفای یک مرد با تجربه، مردی که تنها زندگی کرده، مردی که چیزهایی در این قربت دیده که میتونم بنویسم که 600 تا دیوان ازش بیاد بیرون، 1000 تا بوستان و گلستان ازش بیاد بیرون. هر روز زندگی من یک کتابه، نه یه صفحه، یک کتاب. هر روز زندگیم همه رو حفظم. آقای مهندس دست درد نکنه، بریم توی من اکثر رو نشون بده. آقای مهندس اون شلسو نه عکس چیه من نگاه، شماره 13. دست درد نکنه آقای مهندس، شماره 13 نگاه کنی، صدر اعظم آلمانو این بیشعورا دارن به ما حکومت میکنن. قشنگ نگاه کن. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی. صبر کنید تا این یه ذره اشکال فنی داریم تا اینو ردیفش بکنیم تا بهتون نشون بدیم. صدر اعظم آلمانو بهتون میخوایم نشون بدیم ها، نه رئیس جمهور بورکینافاسو، نه رهبر فلان قبیله اونور آفریقا مثلا گینه با صاحب و بی صاحب. صدر اعظم آلمان یعنی کسی که جای آدانوا اومده تکیه زده. آدانوا یعنی کسی که بنیاد آلمان فدرال رو کاشت بقل دست دو گل، واسه خود شخصیتی بود آدانوها. این رو فرش قرمز که براش گوشن داره را میره، مردی که بجه که برگرده از این وری بره داره میره، با اینکه جلوش هم چیز گذاشتن، تناب گذاشتن، مردی که میکوری. بعد این بیاد برای من تعیین تکلیف بکنه که ما آلمانی ها معتقدیم که ایران باید بعد از جمهوری اسلامی کیو 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 کی بیان بهش حکومت بکنن، کی رو حمایت بکنن؟ حسن صدقه خور. حسن صدقه خور باباش کی بوده؟ آخون شریعت مداری. دست درد کجا جناب. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. دیدی خانم آقایون؟ دیدی؟
جو فروشه داره راه میره، جفت جفت داره ازش میره، مرکه خوش به خودی سکندری میزنه، صدر اعظم آلمان اصلا از ماتت گیج، مردی که رئیس جمهور فرانسه بغل دست ننش نشسته، وسط جمعیت داره از ننش لب میگیره، میگه زنم دوست دخترم دموکراسی، ما 1700 گلپری جون لویی 16 رو کشتیم که من امروز بتونم لب بگیرم از همسرم، به تو چه مرتبه فضولی، شما مسلمانای خر نفهم. نوه زنه که سوار تخت شده، بدبخت اون سیاپوستا دارن برده برده یه برده داری، بعد میگن نه این تراداس این چیزه، آداب و سنن ملیه، هر کس وارد این قبیله آفریقایی میشه، حالا ممنون کدوم کشور آفریقایی من نمیدونم کجا بود و قبیله اینا میشه، اینا از دم فرودگاه این چیزو بلند میکنن برمیدارن این چیزه رو میبره میزن تو پیش رئیس جمهورشون. خب حالا اونا اینو دارن، تو که ادعا میکنی که میگی من حقوق بشر رو ضد برده‌داری، بعد نشستی اون بالا داری کیف خوشخوشونت هم شده اون بالا نشستی، از اون بالا نشستی میگی اه دم نوادگان الیزابت گر، شیش تا این بر شیش تا این بر چیز از تو کجاوه یاد ویگن افتادم، با نغمه های کاروان از ره رسید ساروان، چه حالی داره میکنه، دم بده جانم. اینا دارن برای ما نقشه میکشن، شاه باید بره، خمینی باید بیاد، حسن صدقه خور باید بشه کمپوزیسیون، اون بیاد اونجا میگه لا 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 لا، دارن برامون میخونن. یه مش بچه بی سواد بسیجی با ریش فرسان خارج از کشور اومده میگه که من معتقد هستم که باید هممون بشینیم بغل هم دیگه، اصلا مشروطیت یه حرفو نداری، جمهوریت یه حرفو نداری، ما باید کاری بکنیم که اصلا تو سر مشروطیت بزنیم، بله آقا نه خیر آقا. شعار نویس $25 سپاس از شما لطف و محبت کردید، همشهری امیرکبیر هم از ما $20 سپاس از شما لطف کردید، بانو سیمین از شیکاگو، بانو سیمین عزیز $100 سپاس از سرکار بانو، طلوع خورشید $50 سپاس از طلوع خورشید عزیز، آندره عزیز بچه محل ما از آلمان $35، دست درد نکنه آندره جان، از سرباز میهن به سرباز میهنم $50، دست درد نکنه سرباز میهن، خیلی وقت نبودی، خیلی ازت ممنونم. آقای مهندس اون آمریکایی که گفتیم شماره 14، دست درد نکنه. خانم آقایون این تلویزیون خود امریکاست، زیرنویس فارسی داره، به انگلیسی هم که دارن گفتگو میکنن، خودشون میگن، من نمیگم، میگن وزیر امور خارجه حیوانات اسلامی عبداللهی عبداللهیان، اینم که من که بی سواد به شرافت بشری سوگند، در 44 سال در جمهوری کثافت اسلامی بی سوادتر از این و این ابرام قاتل واقعا نیومده تو دستگاه حاکمیت اسلامی، واقعا من ندیدم، به شرافتم خمینی از جفت اینا با سوادتر بود. اون یارو چی بود؟ محمد رینگو پسر یارو گربه نره، خود گربه نره به شرفم از اینا با سوادتر، خدا شاهد شیخ صادق خلخالی صادق گربه کش از این با سوادتر، من بعد میگم بعد خوب میگم خوب، خودشون دارن تو تلویزیون میگن، خودشون دارن میگن این مردی که اومده تو خاک من به تو ویزا دادم تو بیا تو طویله‌ای به اسم سازمان ملل، اومده تو خاک من داره منو تهدید میکنه، خب بی پدر و مادر و شما که لالای بردن چرا خوابتون نمیبره؟ پس دروغ میگید، من اینو که پخش میکنم، اینا که براتون از اسرائیل و آمریکا و اروپا و مجلس فلان و مجلس آلمان و مجلس فرانسه پخش میکنم، بچه خیال نکنید من اینا رو دارم تایید میکنم، من اینا رو پخش میکنم که بمونه تو آرشیو خود من بمونه، که فردا بیام دونه دونه اینا رو پخش کنم بگم یادتون میاد اینا چی گفتن، یادتون میاد تو مجلس آلمان یک دقیقه اعلام سکوت کردن به خاطر مهسا، یادتون میاد مجلس فرانسه گریه کرد، یادتون میاد انگلیس گریه کرد، یادتون میاد سنای آمریکا، همه اینا یادتون میاد، اینم اسنادش، پچرا اتفاقی نمیافتیده، دروغ میگی، بازیه، بیزینسه، دست از بیزینس، معامله است، معامله بزرگ قرنه، در خاورمیانه نفت هست، گاز هست، بازار هست، همه چی هست، 2300 میلیون 400 500 میلیون جمعیت اون تو داره میلوله، اینا ماشین میخوان، لوازم خانگی میخوان، اینا همه چی میخوان، همه چی دارن، همه چی بده تو ماچ بکن، ما این سفره رو، این خانه یغما رو از دست نمیدیم، ملت بفهمید. بسه دوباره فشارمون رفت بالا. آقای مهندس بریم تو شماره 14. پوکیدیم. The Iranian foreign minister in the United States, in New York, across town, actually comes here and warns the United States will not be spared if the war in Gaza continues. Dana just told me she wants to go to the UN and make a citizen's arrest. I've never
seen her this angry before. I mean, the guy is like a war criminal. Defund the UN while we're at it, yep. And just throw that whole building into the East River. This is what I would do. I would say screw the Ukraine situation right now. I'd send a missile right into the energy infrastructure of Iran. They have a hub right by the sea where they export everything they own. I would knock it the hell out of there. And then I'd say, all right, guys, you're on your own for the next 3 years until you rebuild. And that'll get them to shut up. Mm-hmm. The only thing Iran understands is direct action. And what we're doing is showing weakness. The only thing in that region that's successful is showing muscle. And instead, we allow this guy to come here and threaten us. If we don't knock it off and stop supporting Israel, then they're going to start bombing us. We're going to feel the fire. Is he insane? When is the president going to go get some steel in his spine and start hitting the militia and letting them know it's only going to get worse from there? But you look at Joe Biden. Do you really think that the Ayatollahs is afraid of him in Iran care what he is saying about don't? And then Kamala Harris, one heartbeat away from being the president of the United States, they're laughing, right? They're laughing at America. And that's not a good place for anybody. It's not a good place for us in the UK if America is being laughed at in this way. So something has to happen. We have to give them a visa to allow him here. And just like we did in September. And what was the day that we gave them the visa in September when they came here? Oh, it was the day that we announced we were doing a prisoner exchange. Mm-hmm. And $6 billion were going to be unfrozen for the Iranians. I'd not let him go home. You can also block him from leaving. Make him stay right here at the hotel until all the hostages are released. One of those migrant hotels. Absolutely. Yeah. سپاس از شما جناب مهندس سیاوش گرامی. آقا تو فرض کن اینا نشستن اصلا همش راست دارن میگن. خب پس کوی همه دموکراسی آزادی و فلان اینا. خب آقا ما ایرانی ها بیورزه. ما اصلا بد. شما امریکایی ها مگه یه تروریست نیومده تو کشورتون؟ نه. چرا پس میگید سنای امریکا مال یهودی ها. مجلس کنگره امریکا یهودی ها. اف بی او یهودی ها. سی او ای یهودی ها. کوکاکولا یهودی ها. ماهیدودی یهودی ها. نیویورک تمام اون ساختمون ها که اونجوری مثل قارش رفته بالا یهودی ها. خب شما اگه انقدر چیز میزنی خب وضعتو خوبه. و چرا گوشی مرکز سالم انجا بده بیرون؟ اصلا چرا مرکز را دادی؟ سازمان ملل فلون فلون شده ها. شما بدتر از آخونده برای هر چیزی تو آسینتون یه تبصره میاری بیرون. بیناموز خمینی میگفت این ماهی اکر روش تیغ نداره حرامه. اوزون برون آقا شده بود طلا. رفیق ما میرفتیم رش میگفت منم عاشق اوزون برون ندادیم فرویز جان اینا قربان تو من برم الهی به جان تو از مواد وزش بدتره. بابا من اوزون برون رو خواستم دریا کردون نخواستم که میگو نگاه کن هوای به این قشنگی دریای به این قشنگی مهداب به این قشنگی رو بابا ویسکی به تو بدم حالا چرا اوزون برون میخوای؟ اوزون برون شده بود تلا. حالا 5 سال بعد 6 سال بعد کنم من که وضع خرابه اومد گفت اگر سرش یه ذره تیغ داشته باشه بره به تهش حلاله. آقا اوزون برون شده بود دیگه دل جگر این جناح خیابون ها تو جاده چهار روز بعد باد میزدن از هر آسینشون یه بد از نقطه بازی در میآوردن. همین آمریکا هم همین کار میکنه، اروپا هم همین کار میکنه. بهش میگه علی میگه عمر، میگه خب عمر میگه علی، میگه سیاه میگه سفید، میگه سفید میگه سیاه. خب بیناموزا راحت ملت 44 سال سر کارمون گذاشتن. و تا زمانی که شما ملت ایران تو خیابون نیایید، خار مادر رژیم رو به آتیش نکشید، به سگ و گربهشون رحم نکنید، بی پدر و مادرترین رژیم دنیا، عین بی پدر و مادرها با این بی پدر و مادرها رفتار کنید، هر بلایی سرتون آوردن همون برار سرشون بیارید. به همین راحتی که بهتون میگم، من آدمی که میگم یواش برو راه دارم بهتون میگم، هیچ راهی نبوده، ایران نابود شده. دروغ هم میگن اینا بهتون، ایران داره نابود میشه. داره رو بردارید از تو این لغت، از تو این جمله بردارید داره رو. ایران نابود شده. جوونا از این بیشتر نذارید نابود بشید. فقط بیان تو خیابونا بگین جاوید شاه، زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی، تو ماچ بکن من ماچ بکن، همه چرت و پرته. تو بازی مهسا نرید، تو بازی آرمیتا نرید، تو بازی سهیلا حجاب نرید، تو بازی اون فاطمه نرید، تو بازی هیچی نرید. همشون خوب، همشون آی لوف یو، همشون به به
اوکی، تو این بازی ها نرید. شهید واقعی تاریخ ما خدایگان آریامهر بزرگه. دنبال شهید میگن، این شهید تو قاهر است. راحت بهتون بگم، میخواین برید سر آرامگاه کسی گریه کنید، برید سر آرامگاه جهانبانی، برید سر آرامگاه رحیمی، برید سر آرامگاه نصیری. مگه دنبال گریه کردن نمیگن؟ برید محمدان به دو آتس نه، برید سر آرامگاه اونا گریه کنید. دارم بهتون میگم، حالا هر فکری داری برید بکنید. آقای مهندس اسامی رو بگم بعد لود کنید 15 رو پخش کنید. اسد همرزم عزیز ما از آلمان 25 دلار، دست درد نکنه اسد جان. ملک زاده 30 دلار، سپاس از ملک زاده عزیز. گارد جاویدان از اسپانیا 20 یورو با درود به شاهنشاه آریامه، درود بر گارد جاویدان عزیز از اسپانیا، دست گل درد نکنه. آقا روبرت عزیز ما جانسار خاندان پهلوی شیکاگو همرزم گل ما 100 دلار، دست درد نکنه روبرت جان. سرکار بانو آذر عاشق میهن و هم میهنان 300 دلار لطف کردن فرمودن به خاطر برنامه خوب امشب و اینکه حرف دل ما رو میزنید. رضا احمدی 100 درصد، من اصلا اینجا نشستم حرف دل شما رو بزنم، من که نمیدونم حرف دل کسی رو بزنم، من زبان شما همه اینا رو که میگم میدونم تو دلاتون اینجوری داره میچرخه، من میام بیانش میکنم. دست گل درد نکنه بانو آذر. آقا مهندس بریم تو شماره 15 تا وقتمونم تموم نشه. پاینده ایران، پاینده ایران، جاوید شاه، جاوید شاه. سپاس از شما جناب مهندس هاشمی گرامی. اینا هم بچهای میهن پرستن تو سوئد و برای من فرستادن گفتم عکس اعلیحضرت جاوید شاه پخش میشه. دمتون گرم باریکلا. اصلا ناراحت نشین چند نفریم تو این سرما وایسادن، درود به شرفتون. بچهای میهن پرست خارج از کشور تظاهرات را برا وایسین جلو باند بشیر بشکه، دارم بهتون میگم همشون عاملن، همین الان نشونتون داده، همشون عاملن. تو بازی هیچ کدومشون نرید، دارم بهتون میگم تو دنیاهای مجازی همه اینا رو افشا کنید. تو حواستون به این ایران نوین، ایران نوین باشه، حسنی حسنی حواستون باشه، هیچ کدومشون قابل اعتماد نیستن، هیچ کدومشون، به اسم نویسنده، به اسم محقق، به اسم آموزگار، به اسم خواننده، به اسم تو دفتر اعلیحضرت، به اسم تماچ بکن، به اسم ممچ بکن، هیچ کدومشون قابل اعتماد نیستن. من تا موقعی که اعتماد نداشتم، چیز نداشتم، مطمئن نبودم، هیچی نگفتم. دستم پره که دارم بهتون میگم. همه شونو وزارت اطلاعات فرستاده خارج از کشور. و السلام علیکم و رحمت الله، لعنت به روح روح الله. اسامی رو بگیم از حضورتون مخلص میشیم. یه ترانه هم هست خیلی قشنگه، عاشقانه است، ربطی به برنامه نداره. از صبح حواس این آهنگو کردم، گفتم شما هم گوش کنید، دلتون میخواد گوش کنید، نمیخواد نکنید، من خودم گوش میکنم. بله شما اگه دوست داشتید میتونید گوش کنید. یادش بخیر طریقان ظهوری ستار عزیز، بسیارم زیباست. یه ذرم حالمون عوض بشه، یاد بگیریم عشقی هم وجود داره، ما هم آدمیم. عشق خیلی قشنگه، همه شده تنفر. نه عشق هم قشنگه، آدم میتونه به یکی بگه شما چقدر زیبایی. من یکی ادکلون خوب میزنه میرم میگم ببخشید آقا
عذر میخوام مزاحمتون شدم، میشه لطف کنید بفهمید این بوی اودکولونتون خیلی خوبه، اسمش چیه؟ بله با کمال میل، البته آلمانی باشه، برای خارجی نمیدونم چون خارجی اصلا بو اودکولون نمیده، همش بو یا بو قرمه، هر کی بو قرمه سبز میده ایرانیه، هر کی بو دونر میده ترکه، هر کی بو پیتزا میده ایتالیاییه. آلمانی باز وضعشون بهتره، از اونا میری میپرس. عشق چیز قشنگیه، عاشق بشید. تنفر چیز خوب نیست، آخون تخم تنفر تو دل ما کاشته. بگیم آهنگو پخش کنیم. شعار نویس 25 دلار سپاس از شما، همشری امیرکبیر 20 دلار سپاس از شما، بانو یاسم بانو سیمین شیکاگو 100 دلار سپاس از شما، طلوع خورشید 50 دلار سپاس از شما، آندرا آلمان 35 دلار سپاس از شما، از سرباز میهن به سرباز میهن 50 دلار سپاس از شما، اسد آلمان 25 دلار سپاس از شما، گارد جاویدان اسپانیا 20 یورو سپاس از شما، ملک زاده 30 دلار سپاس از شما، روبرت عزیز 100 دلار سپاس از شما، سرکار بانو آذر عاشق میهن و میهنان 300 دلار با یک جهان سپاس از همه شما خانم آقایون، به ویژه جناب مهندس سیاوش گرامی. تا دوشنبه تازه بیام وزارت اطلاعات براتون باز کنم، خیلی داستان با این وزارت اطلاعات داریم. شاد و پیروز باشید تا دوشنبه. زنده و جاوید با سلسله پهلوی. پاینده ایران، جاوید شاه. شب سر میرسه سیاهی از سر می